با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، روز جمعه خوب و جمعه دوست داشتنی، جمعه‌ای که همواره تو زندگی ما پر از خاطره‌های شیرین بوده است. البته مثل هر پدیده‌ای نقاط تلخ هم داره، ولی معمولاً باید نقاط شیرین رو آدم ها بیشتر به یاد میارن تا نقاط تلخ رو. و این یه پدیده تو ذات انسانه و این هم خیلی خوبه. امروز در حقیقت 11 آگست است، برابر است با 20 مرداد 1396. یه بار دیگه فرصتی پدید آمد تا بتونیم با آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی، گفتگو بکنیم. اجازه بده که یک سلام بلند بالا بکنیم با آقای دادرس، خوش آمد بگیم به ایشون و تشکر کنیم از حضورش که هر بار که ازش خواهش میکنیم، ایشون مثل برادر بزرگ برای من همواره منو مورد حمایت قرار داده و لطف شامل حال من بوده است. آقای دادرس، من به شما درود میگم، خوش آمد میگم حضور شما. درود من به شما جناب بهبهانی و همچنین همگنان ارجمندم، چه کسانی که برنامه رو میبینند یا میشنوند. قربان شما. ارزم به حضور شما آقای دادرس، شما به عنوان کسی که وقتی که این جنگ یمن آغاز شد، فکر میکنم 3 از اون ماجرا میگذرد اکنون، شما اعلام کردی که عربستان موفق نمیشود که در این جنگ پیروز بشه، به خاطر اینکه نیروی زمینی در اونجا عمل نمیکنه و فقط از طریق هوا و نیروی هوایی فقط میتونه عامل پشتیبانی باشه و عملا این جنگ به درازا کشیده. گرچه که حوثی ها هم موفق نبودن، به خاطر اینکه اونا هم امکانات هوایی ندارن و اینا لازم و ملزومه توی جنگ و نظامیگری، ولی اتفاقی که افتاده این استش که امسال بعد از اینکه ایران با عربستان ترک رابطه کردن و ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد و اینکه زائر به حج نمی رود امسال، و ولی امسال آغاز شد و عرب ها پذیرفتن، عربستان پذیرفت که حجاج ایرانی به حج بروند و البته با شرط و شروطی که زیاد اونجا حرکت‌های اضافه انجام ندن و این رو فقط به صورت یک عمل دینی مذهبی بیان کارشون رو بکنن، فرایض مذهبیشون رو به قول خودشون به جا بیارن، وارد ایتهای سیاسی نشه. و ایران هم پذیرفت، گفت 50% از مسافرات هم شرکت هوایی عربستان باید ببره، 50% هم بقیه هم خودت به هر کی می‌خوای بدی بده دیگه، به ما ربطی نداره، ولی 50%ش رو ما هم میکنیم. و بعد دیدار آقای ظریف بود با الجبیر وزیر خارجه که گفت در اونجا من این به اون دست داد، اون به اون یه دست داد، نفهمیدیم کی به کی دست داد، ولی آشتی کردن به حال و ظاهرن میگوید که ما دیگه دعوا نداریم. چه اتفاقی افتاده؟ چرا پس کشیدن؟ ولی عده‌ای در خارج از کشور منتظر بودن که جنگ بشه، جنگ عربستان بشه. و من اون روزم گفتم که یه موقعی میگفتن که در دوره انقلاب رژیم شاه یه رژیم وابسته بوده و فقط از سفیر آمریکا میپرسیده کی باید برم، به سفیر انگلیس میگفته کی باید چمدونمو ببندم. ولی این در حقیقت شیفت کرده و امروز این مردم ایرانن که منتظرن که آمریکایی و عربه و اینها بیاد و این حکومت رو بندازه و احتمالاً اینها رو ببره بر جای حکومت بنشونه. میخوام ببینم که این ماجرای عربستان و ایران به کجا کشیده، چه اطلاعی در این زمینه دارین؟ خوشحال میشم نظرتون رو در این زمینه بشنویم. بفرمایید، سراپا گوش. خواهش میکنم. البته در پیش درآمدش بگم، من یک مطالبی رو گرد آورده بودم، یک
تقریبا 2 هفته بود که در مورد همین مسئله گفتگویی بشه. یعنی من مقاله‌ای بنویسم که به دلیل کاری که داشتم و اینها فرصت نکردم، اما این یک اوکازیونی خواهد بود، فرصتی خواهد بود که امشب راجع به این مسئله، امشب به وقت ما البته، من گفتگو بکنم و این مسئله جالبی است، آمارهای جالبی است. البته در مورد مسئله جنگ یمن که من اشاره کردم، حدود 2 سال و چند ماه پیش بود، فقط تنها مشکل شرکت نیروهای زمینی نبود. حتی اگر عربستان هم موفق میشد نیروی زمینی هم بفرسته، که گاهی به صورت ماموریت‌های گشتی و عملیاتی میفرستند، باز موفق نمیشد، چون اصولا جغرافیای یمن و سابقه تاریخی که یمن داره تا کنون ابرقدرت های مثل امپراتوری عثمانی، امپراتوری بریتانیا، اینها هیچ کدوم موفق نبودن اونجا. و اصولا من یمنی ها رو که میشناسم، من اینطور که بارها اشاره شد با افسر یمنی خیلی سال پیش با هم دوره میدیدیم، نزدیک تقریبا بیش از یک نزدیک یک سال با هم، با چند تا از افسرها من در تیمی بودم که با اینها شرکت داشتم، شب و روز با هم سر میکردیم، اطلاعات خوبی دارم از اینها. به اون جثه های ریز اینها نمیشه نگاه کرد، آدم های بسیار شجاعی هستند، خیلی هم ضد این اعراب وهابی هستند. البته خب اینها هم میدونیم طوایف مختلفی دارن، من بیشتر با این زیدی ها بودم، همینه که الان حکومت دستشون بود و بعد حوثی شدن و به اصطلاح، و البته بخش جنوبی که قبلا یمن مارکسیست بود، که همین آقای عبدالرب منصور هادی که الان فراری در عربستان، مارشال کمونیست اونجا، رئیس جمهور اونجا بود، اونها رو عرب ها وهابی کردن با پول سعودی ها. اما هزینه من برای اینکه بپردازیم به این مسئله که چرا عربستان و ایران به هم دارن نزدیک میشن و احتمال بسیار زیاد هست که آشتی کنن، خلاف اون چیزی که بسیاری گمان میکردن. البته پشت پرده مسائلی هم وجود داره که تا حدی اشاره خواهم کرد بعضی ها رو، ولی آنالیز من بر این است که یه سری مسائل رو، پیش‌زمینه ها رو من تشریح بکنم تا به اون نتیجه مورد نظر برسیم. میدونید که الان بیش از 2 سال است که در یمن جنگ هست، بیشتر نیروهایی هم که عربستان سعودی داره استفاده میکنه، حالا زیر نام ائتلاف عربی، اینها مزدورن، یعنی مزدور نه به عنوان ناسزاگویی، نه، اینها کسانی هستن که پول میگیرند و در این جنگ شرکت میکنن. این مزدوران از هند و پاکستان گرفته تا اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی و امریکا و شرکت‌های سکوریتی و در منطقه، اینها میدونید اصلا بیشتر ساختار نیروهای انتظامی کشورهای خلیج فارس از کویت گرفته تا عمان و قطر و امارات و اینا بیشتر خارجی های مسلمون هستن. یعنی کشورهای مثل پاکستان یکی از منابع انسانی است که برای این کشورها به کار میره، افسران و در اجاره بازنشسته پاکستانی که از نظر نظامی و به اصطلاح انتظامی داره تجربه خوبی هم هستن، اینها میرن در اونجا کار میکنن، اغلب پلیس کشورهای جنوب خلیج فارس رو اینها تشکیل میدن، در بحرین هم همینطور. جنگ عربستان علیه یمن اینطوری که آمارها اومده بیرون، روزی 200 میلیون دلار هزینه داره. از بزرگ شما این هزینه زیاده، روزی 200 میلیون دلار الان شما ضرب در 2 سال و چند ماه بکنید، چون در ماه مارس 2 سال پیش 2015 به نظرم، نه بله 2015، ماه مارس 2015 آغاز شد این جنگ و الان ما در ماه آگوست یا اوت هستیم، 2 سال و چند ماه. عربستان یه درآمد سالانه ای حدود 8 میلیارد دلار از مراسم حج داره، چون میدونید مراسم حج هم خب مراسم پرهزینه ای هم هست، خود اونها مجبورن به سرمایه گذاری از نظر امنیتی. میدونید که فرودگاه عربستان که حجاج اونجا وارد میشن،
اینها شرکت های سکوریتی یا امنیتی اینها رو حفاظت میکنن که الان قراردادی که اینها چند سال پیش بستن که من در طی مقاله دو سه سال پیش هنگامی که اون حجاج اونجا کشته شدن که سال گذشته بود به نظر سال پیش از اون سال گذشته که اینا که نرفتن نوشتم این یه شرکتی است که به طور غیر مستقیم به اسرائیلیا وصله. حالا بعضی های موقع اینجا فکر نکنن که من گاهی نام میارم که اسرائیل یا یهودی یا عرب، من ضد عرب یا ضد یهودی هستم، این اشتباه است. ولی اینکه من در هنگامی که در مورد مسئله استقلال کردستان نام بردم از چند نفر که اینها دخالت دارن و خیلی علاقمندن که کردستان مستقل بشه و یا کردستان ایران و ترکیه تجزیه بشن، بر حال و حسب تصادف هست که میبینید اینا آدم هایی هستن که همشون یهودی و خیلی متمایل به صهیونیسم هستن. حالا ما یهودی عادی هم داریم، هم یعنی خودمون هستن. اشتباه نشه، من وقتی یه مسئله رو عنوان میکنم ناچار هستم که زمینه های اینو پشت پرده اینو بگم، نه اینی که مثلا خب من مخالف اون هستم. من مخالفتی با هیچ کس ندارم، من مخالفت فقط با اون دارم که در چارچوب منافع ملی کشور ما، حالا تحت هر رژیمی میخواد باشه و منافع مردم ایران برای من از همه مهمتره و بعدم مسئله انسانی در جهان. این است که این شرکت چه شرکت اسرائیلی است که به وسیله چند نفر عرب اداره میشه، خوب از عربایی که وابسته هستن و این قرارداد داره در فرودگاه بحرین هم اینو داره. به هر حال یه مخارجی هم داره، حدود 8 میلیارد اینها درآمد دارن. بعدم میدونید اونجا اینها میلیون ها گوسفند و گاو و شتر رو ذبح میکنن به خاطر گناهایی که کردن، به ازای هر کدوم به بزرگی اون گناه واسه گاوی شتری چیزی بکشن. اینه که این گوشت ها هم اونجا اغلب هدر میره. سالها پیش پیشنهاد کردن، این مال خیلی سال پیشه، شاید 50 سال پیش مثلا گفته بودن که بیاید یه فکری بکنید این گوشت ها رو سردخونه ایجاد کنید بدید به کشورهای فقیر اسلامی که مردمش گرسنه‌اند، چون اینا این حیوانات میکشتن و خاک میکردن و الان هم همینه. ولی اصولا مثل این رسم اسلامه، یعنی قربانی کردن دیگه اون قربانی رو نباید مثل که ازش استفاده کنه. حالا در ایران این برعکسه، چون در ایران کسی که قربانی میکنه دیگه از پوست و گوشت و روده باشم صرف نظر نمیکنه. اما اینها یه کارایی هم انجام دادن، حدودا سالی 8 میلیون تا 9 میلیون زائر میره برای مناسک حج. حالا این مناسک یک حج تمتع است که سال یک بار برگزار میشه، دیگه بقیه سال رو اینا حج عمره به اصطلاح نام گذاشتن. این درآمد برای عربستان، این 8 تا 9 میلیونی که در سال میرن اونجا که آماراش هم هست، حالا اگه برخورد کردم اینجا دقیقا میگم که چقدر حج عمره میرن چقدر حج تمتع میرن، اینها این درآمد از این هاست. بعدم البته حدود 2 میلیون عرب خود سعودی هم که ساکن اونجا هستن، اونها هم شرکت میکنن هر سال، اون رسمشونه دیگه، کشور خودشون رو فکر کنید یه امامزاده تو ایران هست، اونها هم هر روز میتونن برن اونجا رو زیارت کنن و یا در سال موقعش جمعشن برن این کار رو بکنن. اما مسئله مهم این است که عربستان سعودی در یک کودتای بسیار آرام چند وقت پیش که خود من این اصلا نامش رو کودتای امریکای اسرائیلی گذاشتم، آقای محمد ابن سلطان ولیعهد جوون 31 ساله پسر این آقای سلمان حکومت رو به دست گرفت. اصولا آقای سلمان بیماری داره و بیماری فراموشی داره و اصلا قادر نیست که کار انجام بده، الان هم دیگه 80 سالش شد و در واقع یک مرده متحرکه و از آغاز هم این آقای ولیعت که وزیر دفاع و همه کار بود، الان مشاغلی که این ولیعت داره در واقع اولا طبق فرمان پادشاه که پادشاهشون رفته استراحت و مرخصی، این نایب پادشاهست، مقام ولیعهدی رو داره. مقام ولیعهدی در عربستان
پادشاه عربستان هم شاه هم نخست وزیر، چون در اونجا رسم بر اینه که به اصطلاح سلطان یا این شاه هم پادشاه هم نخست وزیره. ولی عهد که قبلا چیز بود، اون پسر عموی این آقا بود که کنار گذاشتنش چند وقت پیش، این نایف رو میگم، ایشون معاون نخست وزیر بود چون شاه نخست وزیر هم هست. بنابراین این الان این آقای ولیعهد نایب پادشاه است، جانشین پادشاه است، حکومت رو به دست گرفته، ولیعهد هست، معاون نخست وزیر هست، وزیر دفاع است، وزیر دربار سعودی هست، فرماندار مکه مدینه بود، مکه هم هست. بنابراین شخص اول و پرقدرت اینه. اما اخباری هم همونطوری که پیش بینی میشد به سادگی این حکومت و سلطنت این آقا جا نخواهد افتاد، به این سادگی نیست. هفته پیش هم اخباری درس کرد که سوء قصد کردن، قرار بوده ترورش بکنن. این آقا یه پسر 7 ساله داره و یه برادری داره که 28 سالشه، از خودش 3 سال جوانتره. این برادرش دوره خلبانی هواپیماهای جت امریکایی رو در امریکا دیده، در تگزاس دیده و الانم سفیر عربستان سعودی در امریکاست. بنابراین این آقا از همین حالا که اومده خلاف تمام اون رسومی که سعودی ها داشتن از نظر جانشینی باید به فرزندان عبدالعزیز میرسید که این زیر پا گذاشتن، این قول داده که اینطور که گفته میشه در خفا که دیگه این آخرین بار باشه این تخلف و قول خوش انجام میدن، دیگه این کسی رو از خودش یعنی پسر خودش نیاره پادشاه بکنه، دوباره همون وصیت عبدالعزیز اجرا بشه که همینطوری که به پسران میرسید بعد به برادرزاده ها میرسید و یک دور تسلسلی داشتون. تا کنون هم تمام پسران ابن سعود اومدن اونجا و این اولین کسیه که در واقع از نعبه ها میشه. اینه که این آقا یک طرح بسیار بلند پروازانه و بسیار پرخرجی پرهزینه ایشون داره. البته طرحش از نظر ایده و اینها بد نیست، برای اینکه ظاهرا گفته میشه که اینها میخوان عربستان رو از وابستگی به نفت، که الان اینا 100% وابسته به نفت هستن، یعنی اگر روزی نفت کسی از اینا نخره اینا اونجا آبم ندارن بخورن، این است که نجات بده. اما اینو به عنوان یه پرسپکتیو 2030 2030 میلادی، یعنی الان ما 2017 هستیم، برای 13 سال آینده پیش بینی کرده که از پارسال شروع شده که بدون نفت کار کنیم دیگه، که بدون نفت اقتصاد عربستان بدون نفت باشه. بله اقتصاد بدون این یه مسئله خیلی مهمه، چون ایران تا حدی متاسفانه این طرحی بود که در دوران شاه بود که اقتصاد رو از اون وابستگی 100% به نفت بیارن بیرون، که هنوز هیچ جا موفق نشدن و اصولا کشورهایی که ذخایر منابع معدنی دارن خیلی تنبلن در کشف راهها کارهای دیگر. شما نگاه کنید یه کشوری مثل ژاپن نفت هم نداره و یا برخی کشورهای اروپایی، ولی درآمدهاشون انقدر سرشار هست که جزو کشورهای ثروتمند جهان هستن، برای اینکه طرحی دارن. متاسفانه این نفت، پیدایش نفت در این کشورها به ویژه در ایران و عربستان سعودی، سپس کشورهای حوزه خلیج فارس، این کشورها رو بدبخت کرده. یعنی یک مردم وابسته به مصرف کننده، آدمهای مصرفی و وابسته درست کرده و اصلا اصولا فرهنگ مردم رو به تنبلی و کاهلی گرایش داده. این یه چیزی است که به خوبی ما در مردم خودمون لااقل ایران میبینیم، پول نفتی هست و باعث تقسیم میشه از این عرب. حالا در عربستان سعودی که اصلا مسئله خیلی فرق میکنه، چون اونجا توایفی هستن، حالا خاندان سعودی که همه کار هست، بخش مهم میشه تا 60 یا 70 درصد این درآمد از فروش مخازن زیرزمینی نفت رو اصلا اصولا بین خاندان سعودی تقسیم میکنن. من برای نمونه به شما بگم که 70% سعودی ها، یعنی مردم عربستان سعودی که حدود 22 یا 23 میلیون هستن،
70% مردم مالک خونه هایی که توش نشستن نیستن. در یک چنین کشور ثروتمندی همه فکر میکنن که این اعراب همه چی مال خودشونه. نه، 70% مردم صاحب خونه نیستن. حالا البته این املاکی که اونجا هست مال همین شاهزاده است. یا نمونهش برای شما بگم که الان وضع به حدی خراب شده که 40% جوانها بیکار هستن. 60% از مردم از اوضاع کنونی بسیار خشمی و ناراضی هستن. حالا دلیلش رو میگم. یک آمار جالب دیگه هم بود که من پیدا کرده بودم این بود که حدود، نمیخوام اشتباه آمار بدم، حدود 40% سعودی ها فاکتور یا فیش برقشون رو، هزینه برقشون نمیتونن بپردازن. این رو تو پرانتز داشته باشید تا من دقیقا این آمار رو ارائه بدم. خب برای رسیدن به یک چنین هدف بلند پروازانه ای، چندی پیش شنیدید که گفتن عربستان سعودی میخواد در جزایری که در دریای سرخ داره مراکز توریستی و به اصطلاح ایجاد بکنه که بیان اونجا توریست های اروپایی و امریکایی. کاری رو که اسرائیلی ها در چند جزیره که متعلق به اسرائیل در دریای سرخ انجام دادن، اونجا شرایطی فراهم کردن در تمام سال مردم میان اونجا غواصی میکنن، نمیدونم از آب دریا استفاده میکنن و این به اصطلاح مسائل توریستی خوب هم هست برای اسرائیلی هم که توریست زیاد میره، البته اگه امنیتش برقرار باشه. عربستان هم مثلا این کار میخواد بکنه. مثلا یکی از طرحهایی که این آقای شازده داره این است که 30% زنها رو تا 2030 اینها شاغل بشن در عربستان. شما میدونید که الان در عربستان اصلا اصولا زنها حقوقی ندارن، حقوقشون با گاهی با حیوانات برابره و اصلا گفتم شده در این فتواهایی که این مفتیهای وهابی میدن. حالا زنهای عربستان مثلا حق رانندگی ندارن، حق این تنها از خونه بیان بیرون ندارن. حالا 30% این داستان خیلی طولانی نیست، 13 سال دیگه است. یعنی شرایط جوری فراهم بشه که 30% زنهای سعودی برن سر کار. ما الان در سعودی، در عربستان، 2 هفته پیش خدمتتون عرض کردم که سپور یا رفتگر هست که با 400 دینار سعودی زندگی میکنه، در صورتی که دست کم برای یه زندگی عادی باید 1200 دینار ریال داشته باشه، ببخشید ریال پول باید پولشون. و اینها سر چهارراه ها وقتی هنگام جارو کشیدن و تمیز کردن خیابون هاست کاسه گدایی گرفتن و گدایی میکنن، که چندی پیش یه سری گویا گداهای شیاط، کسایی که اومده بودن لباس رفتگرا رو پوشیدن و اومدن جارو گرفتن سر چهارراه وایسادن و دارن جای اونا گدایی میکنن که باعث اعتراض اینا شد. به هر حال این مسئله تحول اقتصادی که اینها میخوان انجام بدن در سال 2016 اینها از قدرت خرید مردم 40% کاسته شد. عربستان سعودی حدود 750 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. از سال گذشته تا کنون این ذخایر ارزی کاهش پیدا کرده و چیزی که برای اینا مونده حدود 300 میلیارد از این ذخایر به خارج رفته. حالا این 300 میلیارد رو شما بخشش رو میتونید در همین قرارداد اخیر آقای ترامپ پیدا کنید با عربستان. و ذخایر کنونی عربستان 500 میلیارد تخمین زده میشه. مدت هاست که کسر بودجه داره. 30% قدرت خریدشون رو مردم از دست دادن. و بعضی یک آمار دیگه که خیلی نگران کننده است اصولا برای یک کشور این است که 60% مردم عربستان کارمند دولت هم. این یکی از مشکلات کشورهایی است که بیشترین آمار به اصطلاح جیرخور دولت دارن، کارمند دولت دارن. تقریبا میتونم بگم حتی برابر میشود با کشورهای کمونیستی در دوران اتحاد جماهیر شوروی که هر کسی واسه یه کاری بهش میدادن، حالا گاهی هم کار پیدا نمیشد، یه نفر تو آسانسور وای میساد، اون دکمه ای که
میخواست بره بالا یا پایین رو اون میزد و اون شغل مهم اون آقا اون بود یا خانوم آسانسور چی بوده یادتون باشه. یا یه زمانی ما در ایران داشتیم که میگفتن پارکاوی یا شاگرد شوفر که بلیط های شرکت واحد مردم گرفتن بلیط ها رو پاره میکرد و اون زنگی رو که بالای در بود اگه کسی میخواست در ایستگاه توقف کنه یه زنگ میزد که راننده متوجه بشه اون باید زنگ میزد. کسی دیگه یادم میاد گاهی بچه ها معصب که بودیم اینا خوششون میمد اون زنگ رو بزنن یا اون دکمه رو بزنن که اون مثل پمپ باد بود در باز میکنه، بعد کلی با اون شاید شوفره دعوا داشتن. و این است که این آقا حساب میکنه روی پشتیبانی جوانان چون خودش هم جوان هست و در واقع میخواد به جوانها و زنها فرصتی بده. خب این در یک کشوری که دموکراسی حاکم باشه برای این به اصطلاح رأی جمع میکنه، ولی در کشوری مثل عربستان که دیکتاتوری اسلامی و یک دیکتاتوری خشن هست اینجا آرا نقش مهمی نداره. ولی خب به هر حال ایشون میخواد با فشار افکار عمومی این برنامهش پیش ببره. امسال هم یعنی در سال 2016 پیش بینی میشه در سال 2017 که نیمه بیشتر سال رو ما گذروندیم که اینها رشد اقتصادیشون یک یعنی 0.1 باشه، 0.1% باشه، یعنی حتی به 1% نمیرسه. در صورتی که یک رشد اقتصادی خوب دست کم تا جایی که من اطلاع دارم بایستی بالای 3% باشه دست کم، و گاهی رشد اقتصادی 5-6-7 حتی در زمان شاه سالهای 50 در ایران رشد اقتصادیمون 9-10-11 حتی 12 بود. این نشوندنده اوضاع اقتصادی خوب بود، هرچند که یک مسائلی داشت پیش می اومد به اصطلاح انباشته شدن ذخایر پولی، یعنی پول در واقع باد کرده بود در بانک ها. این خودش باز یک مشکل اقتصادی دیگری است که من زیاد آشنایی به مسائل اقتصادی ندارم. اما این پروژه هایی که اینها دارن، میدونید در عربستان اصولا سوبساید میدادن یا همون یارانه، کمک هایی رو که در دوران شاه هم بود که در پس از جنگ جهانی دوم چون اوضاع احوال ایران مردم خیلی فقیر بود از نظر اقتصادی و از خوب نبود، شاید یادتون باشه مردم شاید گاهی نون و گوشتشون رو با چوب خط میخریدن، نسیه میخریدن که گویا حالا هم تو ایران شده که مثل که حتی پسته و بادوم هم نسیه میفروشن. اینه که در عربستان در اونجا به 5 مواد اصلی زندگی مثل قند و شکر و چای و بنزین و نفت سوبسید میداد دولت، یعنی دولت از قیمت واقعی ما با تفاوتش دولت میداد، ارزون تر در اختیار مردم میداد که این مسئله سوبسید را رو کم کم از بین بردن چون گرونی اینقدر زیاد شد و در دولت این آقای احمدی نژاد هم اصلا اونا رو برداشتن به صورت یارانه کردن که دیگه حالا معلوم نیست که چه بلایی سر این یارانه ها خواهد اومد. من اخیرا دیدم یکی از این گروه های اپوزیسیون تبلیغی کرده بود در مورد رهبرشون که اگر فلان کس بیاد به هر نفر 2 میلیون تومان در ماه یارانه میده و از این حرف مردم ما هم که میدونید آقای خمینی هم اومد وعده پول داد و روز اینقدر میدم و از این حرف ها دیدیم که چه بلایی سر مردم آورد. اما سال 2016 نشون داده شد که ماجرای این طرح بلند پروازانه آقای محمد ابن سلمان با شکست روبرو شد، یعنی واقعا با شکست روبرو شد و بسیاری از این سوبسیدها رو دولت مجبور شد قطع بکنه و در واقع 30% از قدرت خرید مردم عربستان کاسته شد. مسئله مهمی دیگری که پیش اومده این است که الان اصولا برای در چنین کشورهایی هر جای جهان وقتی که طرحهای مهم اقتصادی و در واقع یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی میخواد در جوامع پیش بیاد و یا طرحی دارن،
مسلما با مخالفت گروههایی روبرو خواهند شد در اون کشور، مثل اینکه الان کردستان میخواد رفراندوم بذاره، بخشایی مثل ترکمنها، مسیحیان، ایزدیان، نمیدونم آذریها، اینا که اونجا هستن، حالا اگه فرصت شد به اونم میپرزن، اینا مخالفن و نمیخوان برن زیر در واقع زیر دست یک کشوری به نام کردستان و اونجا اقلیت باشن، یعنی اقلیت در اقلیت بشن. حالا این مسئله کردستان رو من باز حالا اگر امشب فرصت شد، اگه نه یک بار دیگه حتما بهش میپردازم تا پیش از 25 سپتامبر که روزی است که تعیین کردن برای رفراندوم. حالا در عربستان همین مسئله پیش میاد که ما الان در عربستان حدوداً، اجازه بده من یه آماری دارم، در این آخرین آماری است که فیگارو من گرفتم، میبینید با نمودار و اینهاست در مورد گسترش شیعیان در جهان، یا خوب الان در خاورمیانه، این رنگی هم از مشخص، حالا من توضیح خواهم داد چون میخوام به مسئله شیعیان در منطقه بپردازم که یکی از عواملی است که این عربستان ناچار میشه که با ایران به آشتی برسه. الان در مناطقی مثل منطقه العوامیه، ببینید اصولا شیعیان در عربستان گفته میشه طبق آمارهایی 15% مردم عربستان شیعن، اما آمارهایی هم هست که تا 20% نشون میده. حالا در اونجا سال هاست برای اینکه شیعیان بجز وهابیون، سنی های وهابی، شیعیان به عنوان شهروند درجه دو محسوب میشن، یعنی همون حالتی رو که الان ما در ایران بین شیعه و سنی داریم، یعنی سنی ها رو اینا جز به حساب نمیارن یا شغل بهشون نمیدن، مناسبشون واگذار نمی کنن، تحت تحقیرن، تحت ستمن، در عربستان اونجا شیعیان این حالت رو دارن برعکس. خب هر که حکومتی که غالب باشه اصولا اقلیت های دینی رو حتی از خودشون هم که باشه اینها آزار میدن. این است که در اونجا درگیری های بسیار شدیدی الان حدود 3 ماه هم هست که در منطقه العوامیه در جریان هست که حتی نیروهای سعودی اونجا با تفنگ های دور به اصطلاح دورزند و RPG 7 اصلا نوشته بود، این تفنگ نوعش که نوشته بود من دیدم، یعنی یه چیزی مثل همین کلاشنیکوف، البته ممکن است اصل سازمانی سعودی ها کلاشنیکوف نباشه ولی اینا این نوع اسلحه اونجا بود. اینها روی بام مساجد و درگیری و تعداد از شیعیان رو اعدام کردن، کشتن، خونه هاشون رو سوزوندن، به هر حال خیلی ظلم و ستم دارن میکنن اونجا و یه به اصطلاح محل درگیری شده و میدونید که اغلب مناطق نفت خیز عربستان که در شرق عربستان واقع هست اینها شیعه نشین هست. یکی از مشکلات عربستان این است که اونجا دست شیعه، یعنی ساکنین اونجا شیعه هستن و همیشه درگیری دارن، اینا هم حقوق خودشون میخوان. خب این درگیری که اونجا ما داریم میبینیم چیزی نیست که به سادگی حل بشه و برای یک چنین طرح بلند پروازانه ای اینها نیاز دارن به همکاری همه مردم و اول همه امنیت و آرامش در کشور تا این طرحهای اقتصادی پیش بره. حالا الان به یه نمونهش اشاره میکنم. شما ببینید هنگامی که رضا شاه اومد و در کودتای 1299 ایران یک کشور آشفته ای بود از هر سو، دیگه من تکرار نمی کنم، همه همیهنان رو خیلی بهتر می دونم. این است که بزرگترین کاری که رضا شاه انجام داد این بود که در ایران امنیت برقرار کرد. در طول 20 سالی که رضا شاه بر مستر کار بود، از سردار سپهی گرفته تا نخست وزیر و بعد شاه، چون 16 سال سلطنت کرد، 4 سالم پیش از اون از کودتا تا سلطنتش مستر مشاغل، برای حفظ امنیت و به اصطلاح آسایش مردم بود. این امنیت رو دوران محمد رضا شاه هم اصولا
در کشورهایی مثل خاورمیانه و کشورهای ما قدیم در اروپا هم بوده، امنیت بالاتر از نان روزانه است. یعنی شما باید امنیت داشته باشی، نان در درجه دومه. میخوام بگم اهمیت امنیت از نان بالاتره، یعنی از خوراک بالاتر. این بود که خب در زمان محمد رضا شاه هم امنیت کاملا برقرار بود در نقاط مختلف ایران، شب و روز تا حد بسیار بالایی، در حد بسیار قابل پذیرشی. این خیلی خیلی مسئله مهمه، چون من خودم در ارتش بودم و بستگان من در قسمت های مختلف، میدونم که برقراری امنیت واقعا کار بسیار دشواری است، کار ساده نیست. و این بود که شما یه زن تنها میتونست از شب بلند شه از یه شهری با ماشین سوار شه بره شهر دیگه، کسی هم بهش کاری نداشت. این بود که در عربستان هم برای چنین طرح بلند پروازانه اولش امنیت لازمه. الان یکی از مشکلات دیگه که عربستان سعودی داره این هست که از هنگام درگیری هایی که مخصوصا در یمن آغاز شد، چون پیش از اون میدونید کشورهایی مثل سودان و سومالی که سیستمشون به هم ریخت، یه تعدادی از نیروهای ارتش سومالی و سودان اینا رفتن شدن دزد دریایی و گاهی این گروگانگیری هایی که در دریای سرخ و اون حوالی انجام می شود، در دریای عمان و اقیانوس هند، این دسته کار ایناست، مخصوصا توی تنگه باب المندب تا بیاد از طریق کانال سوئز بگذره بیاد به دریای مدیترانه. این است که حالا اصلا سازمان ملل با کمک کشورها، حتی جمهوری اسلامی هم چند تا ناو و ناوچه فرستاد اونجا برای مبارزه با دزدان دریایی که اینا رو گروگان میگرفتن و تقاضای پول میکردن و حتی چندین بارم میدونید که ماهیگیرای ایرانی رو گروگان گرفتن. هنوزم ما یه دوست گروگان داریم دست اینا. اما تازگی های مسئله مهمی که در دریای سرخ پیش اومده، از تنگه باب المندب که از دریای عمان میاد، از اقیانوس هند، خلیج فارس میایم به جنوب، بعد میپیچیم به سمت تنگه باب المندب که جنوب یمن کنونی هست و از اونجا عبور میکنه، وارد دریای سرخ میشن این کشتی ها که بتونن از کانال سوئز مصر رد بشن. مسئله به وجود اومدن قایق های انتحاریه و مین های دریایی، خب این یه مسئله خیلی مهمیه. این قایق های انتحاری تا کنون خودشون رو که بیشترش حدس زده میشه چون در سواحل یمن هست و نوع قایق‌های سنتی اعراب که حدوداً این قایق‌های پیشینه هزار ساله داره، ده قرن، که اصولاً به قایق‌های همون دریای سرخ معروفن. اینا قایق‌های بادبانی چوبی هستن و یه تیپ به خصوصی خود البته این قایق‌ها حتی تا اندونزی و اون طرف هم رفته، یعنی این به اصطلاح مدل و این نحوه به اصطلاح این تکنولوژی ساختار به اون سمت هم رفته، الان خیلی کشور استفاده می کنه اون سمت. این قایق‌های انتحاری باعث شده که چند تا انفجار کشتی های عربستان سعودی رو زدن و منفجر کردن و مین هم اونجا ریخته شده و الان کشتی های غربی از جمله ناو فرانسوی، ناوچه فرانسوی که ضد مین هست به نام میسترال، این اونجا هست با حمایت یک ناوشکن که مشغول مین روبی هستند در اونجا. خب وقتی که آقای محمد بن سلمان میخواد در جزایر دریای سرخ مراکز تفریحی درست کنه، خب این عدم ناامنی این اجازه نمیده. الان حتی این عدم ناامنی باعث شده که روی ترافیک عبور از کانال سوئز تأثیر بذاره، چون مصر حدوداً سالی 5 میلیارد و 800 میلیون دلار درآمد داره از کانال سوئز. میدونه سال گذشته هم یک کانال موازی برای اینکه ترافیک رو بتونن بیشتر، مسئله حمل و نقل اونجا بیشتر اضافه بکنن، زدن، اینو افتتاح کردن که چند میلیارد هم هزینه شد. خب اگر امنیت نباشه این کشتی ها که میخوان اونجا عبور کنن، مسلما روی اقتصاد مصر هم تأثیر خواهد گذاشت. این مطالبی که میگم خوب به خاطرمون باشه تا برسیم به اینی که چرا عربستان سعودی مایل نیست با ایران یا در منطقه اصولا جنگی آغاز بشه.
اعتراضات مردم در عربستان کم کم داره شدت پیدا میکنه و همونطوری که گفتم چون با شکست مواجه شد سال پیش این طرح از نظر اقتصادی، اینجاست که من این به دست آوردم که سالانه 1.5 میلیون زائر در مراسم حج تمتع شرکت میکنن، چون یه لیمیتی داره، یه حدی داره، و 8 میلیون هم حج عمره است. حالا این آقای محمد سلمان برای به اصطلاح فینانسمان یا به اصطلاح مسئله مالی این طرح در نظر داره که 5% از سهام عربستان رو در شرکت نفتی آرامکو که شرکت امریکایی است به مبلغ 100 میلیارد دلار بفروشه. یعنی برای فینانسمان این طرحش پول میخواد دیگه، این طرح چشم انداز 2030. اما 5% اینطوری که کارشناسان اقتصادی تخمین زدن 100 میلیارد دلار نمیشه. یعنی اینها میگن که این سهام آرامکو رو اینها شاید 2.5 برابر، شاید 3 برابر حساب کردن. یعنی در واقع 5%ش باید یه چیزی بین 25 میلیارد تا 40 میلیارد بشه. خب اینجا هم باز نشون میده که اون به اصطلاح چشماندازی که از فروش 5% سهام عربستان در آرامکو داشتن کافی نیست برای تأمین هزینه های این طرح. بعد ما میدونیم که در مرزهای یمن، در عراق و در سوریه عربستان در تقابل با ایران، با جمهوری اسلامیه و اینها هزینه ای همیشه برای این داره. برای همین بود که عادل جابر هفته پیش اعلان کرد که ما دیگه با سوریه رو کاری نداریم، در واقع پاشونه کشتن کنار و طبقه یک معامله ای که بین آقای ترامپ و پوتین و اینها انجام شد، دیدید که امریکایی هم پاشونی کشیدن کنار و حتی هفته پیش یک خبری اومد که نیروهای ائتلاف امریکا هوایی در تل عفر نمیدونم 80 شهری رو بمباران کردن و 80 نفر رو کشتن و زخمی و اینها. بلافاصله امریکا این خبر رو تکذیب کرد. یعنی حالا راجع به این خبر من این مطلبی نوشتم که این خبر رو اصلا کی این خبر رو دروغ داده؟ آیا جمهوری اسلامی داده که بعد بگه امریکایی‌ها عرضه حمله کردن به شاخک‌های ما رو هم ندارن؟ آیا خود امریکایی‌ها دادن میخواستن محک بزنن ببینن واکنش‌های مردم چی هست؟ آیا گروه‌های دیگه‌ای مثل گروه‌های اپوزیسیون این خبر رو پخش کردن به دروغ که به امریکا بگن آقا اگه بزنی مردم در فیسبوک خوشحالی میکنن از این حرف و اینها؟ به نظر من، البته من دیدم اپوزیسیون ناشی، اپوزیسیون ناآگاه، بی اطلاع و اصولا دور از اخبار واقعی شروع کردن به تفسیر و تجزیه و آنالیز این خبر که بله این بوده و در تلویزیون های مختلف و اینها، که خیلی باعث به نظر من تأسفه که یک اپوزیسیون قادر نباشه یه خود صبر کنه یا یه خبری رو ساعت و سوق میشه تایید کنه بعد بره دنبال تفسیر و آنالیز. خب امریکا اینو تکذیب کرد. به هر حال این نارامی هایی که در اطراف عربستان سعودی، آقای دادست یه نکته خیلی مهمه ها، کسی به این قضیه جدی نگاه نکرد و اون اینه که یه ائتلافی به وجود اومد در ادامه حکومت اسد. یعنی یکی یکی گفتن ما دیگه نمیخوایم که اسد برود. آمریکایی‌ها اول گروه بودن، بعد فرانسوی‌ها اعلام کردن، بعد هم روس‌ها که خب از اول برای این داستان پای فشاری میکردن، ایران هم که میگفت اصلا اینا همه نیروهای نمیدونم فلانه و یه اجماعی در این باره صورت گرفت و کمتر هم بهش خبر میدن به خاطر اینکه یه جور عقب نشینیه، یه جور به قول اینا اپیزمنت دیگه، همون ماجرای شکست دیگه، ولی هیچکی راجبش جدی حرف نزد. چرا اسد جنایتکار باید بماند؟ و آمریکایی‌ها گفتن مالا زیادم مهم نیست، اسد دیگه در اولویت نیست. فرانسوی هم همینو گفتن. چه اتفاقی افتاد؟ آیا
اسرائیلی ها پشت داستانن چیه هنوز زیاد راجبش اطلاع نداریم، یا من لاقل خبری رو به صورت دقیق نمیبینم که بهش بپردازم. پس ببینم چی فکر میکنی راجب این بخش داستان. از حضور شما من در طول 5-6 سال گذشته توی هر جایی هم که صحبت و مصاحبه بوده، رادیو تلویزیون یا مطالبی که نوشتم، که بعضیا به شبهه افتادن که آقا این به جمهوری اسلامی چه میکنه، من چون واقعیت ها از نظر اطلاعاتی روی اخبار واقعی سعی میکنم بررسی کنم، این مشکل برای همیهنان ما برخی که دل خوش کردن به بعضی مسائل از پشت پرده ها خبر ندارن، یا اصولا شاید توان آنالیز اخبار رو از نظر اطلاعاتی نداشته باشن. من همیشه گفتم که در رژیم بشار اسد، حتی اگه بشار اسد هم بره، سیستم اسد در سوریه حفظ خواهد شد. اولا اونجا سهم روس هاست، سهم شوروی ها بود و روس هاست. جمهوری اسلامی هم در اونجا میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، خیلی جاره خریده، شرکت های بزرگ تشکیلاتی داره اونجا. این به سادگی نیست که اینها از اونجا برن بیرون. اما اینو به شما عرض کنم که اصولا اسرائیلی ها هم با همه شیطنت هایی که میکنن، که الان نمونه ای رو فرصتی شد براتون بگم در مورد لیبی، این هست که فهمیدن اگر حکومت اسد بره و این حکومت آدم خوران داعشی و اسلامی و جیشل نمیدونم نصره و از این حرفا بیان رو کار، اصولا در نهایت به ضرر اسرائیل خواهد بود. چون ببینید بیش از 50 سال، آخرین جنگی هم که اینها در سال 1973 کردن در بین عرب و اسرائیل، یک گلوله از سوریه به مرزهای اسرائیل شلیک نشد. بنابراین رژیم اسد برای اسرائیل خطرناک نبود، هیچگاه نبود، نه پدر نه پسر. اما میدونی ارتفاعات جولان هم که دست اوناس مونده، پس گرفتن و سالهاست دارم اونجا باغداری میکنن، استفاده میکنن. اما من اون طرف ها رفتم دیدم اون ارتفاعات. اما یه مسئله مهمی که اینجا پیش اومد، مسئله امنیت اسرائیل. اسرائیل یا عاقل تر از این مسائل هستن. شما زیاد نگاه نکنین به این هیاهویی که این آقای نتانیاهو و یه سری دارن انجام میدن. اینها بیشتر برای سرکیسه کردن کشورهای عربی و امریکا، و چون میدونید هزینه ارتش اسرائیل رو که یکی از ارتش‌های قوی خاورمیانه هست و شاید بگیم قوی ترین ارتش خاورمیانه امروز هست، در واقع امریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارن میپردازن. شما نگاه کنین این ارتشی که بیش از 700 هزار نفر زیر پرچم داره هر زمان میخواد، اگر این هزینه رو امریکایی‌ها ندن، سالی میلیاردها دلار نپردازن به اینها، همین هزاران جوانی که در ارتش دارن خدمت میکنن باید برن تو صف آمار بیکارای اسرائیل بیستن. یه مقدار به این مسائل اقتصادی توجه بکنیم، این مسائل مهمه. حتی ترکیه هم همینه. ترکیه اگه قرار باشه 30% از ارتشش کم کنه، مزگی 1 میلیون اینا نیرو دارن، خب 300 هزار نفر به خیلی بیکاران در ترکیه اضافه میشه. چون به گاهی این ارتش و بسیج و سپاه و این حرفا در واقع برای یه جوری سر کار گذاشتن و سرگرم کردن نیروهایی هستن که میتونن در جامعه بیکار باشن. شما میدونید که یه سری همه که ارتش دوست نداشتن که مثلا عاشق ارتش باشن یا نیروی نظامی انتظامی برن، بسیاری از زور بیکاری میرن در همین کشورهای اروپایی. من یک کمیسر پلیس، مثلا کمیسر یه درجه مثلا سرگرد سرهنگ داشت، این با من رفیق بود، فرانسوی بود، همسایه ما هم بود. خیلی جالبه که تصویر کردم، برای اینکه اینا درس حقوق و اینا هم میخونن. من با هم صحبت میکردیم و اینها، بعد بهش گفتم که تو چطور شد رفتی پلیس شدی؟ گفت من رفته بودم دیپلمم گرفتم رفتم اداره کاریابی که ببینم اونجا کاری یا دوره‌ای میتونم ببینم. اونجا به من گفتن میخوای پلیس بشی؟ گفتم چطوره؟ گفتن آره میری اینجا چند سال دوره میبینی پلیس میشی. گفتم آره. این در واقع اقرار میکرد که به دلیل بیکاری رفته پلیس شده. حالا در بعضی جاها میبینیم که در ایران خودمون هم همین بود و الان هم هست، این مقدار مشاغل مردم به خاطر در واقع به خاطر زندگیشون میرن. همه عاشق یه کاری نیستن، کم پیدا میشه که روی عراق و اینها داشته باشن. به هر حال اسرائیل میدونه که
اگر حکومت اسد دست به ترکیبش بخوره، چون حکومت اسد هر طوری که بود و هست یک حکومت لاییکه، یعنی در واقع بیشتر لاییکه، برای اینکه اینا از فرانسوی ها گرفتن، مالا سکولاریسمی که در امریکا هست نه، اینا لاییکن و این باعث شده که اونجا مسیحی، البته یهودی دیگه نمونده زیاد، رفتن دیگه یهودی وجود نداره، آخرین آمار هم که 13 نفر میگفتن یهودی مونده، یه زمانی یهودی زیاد بود، ارامنه اونجا هستن، فلسطینی ها هستن، مسلمان و مسیحی و شیعه و سنی و علوی و غیره اونجا دارن کنار هم زندگی میکنن و این مشکلات نبود. در واقع نوع سیستمی که اونها داشتن یه برداشتی از فرانسوی ها کرده بودن، تو قانون اساسیشون همه چی، و این تضمین کننده به نظر من امنیت اسرائیل بود. الان شما نگاه کنید، من امروز یه خبری رو خوندم که تازه اومده بیرون، همین امروز اومده بیرون. این خبر دو سال که دو سال پیش حدودا در فکر میکنم پایان 28 ماه آگوست یا اوت ما بهش میگیم 2015، هواپیماهای اسرائیلی به طور محرمانه وارد لیبی شدند و مواضع به اصطلاح نیروهای اسلامی که حالا گفته میشه داعش در اونجا رو به سود جنرال خلیفه حفتر بمباران کردن. خب اسرائیلی رفتن اونجا، همین جنرال خلیفه حفتری که دو هفته پیش اومد پاریس با اون آقای سراج که بیان در مورد مذاکرات صلح، این در اسرائیل باز اشتباه نشه بعضی دوستان فکر کنند من ضد اونو هستم، من اطلاعات دارم عرض میکنم برای اطلاعات عمومی، خب بدونن دوستان، در اسرائیل ما یعنی در اونجا یک سیستمی وجود داره به نام سانسور میلیتری، سانسور یعنی سانسور نظامی و این خیلی هم جدیه. البته اسرائیل به دلیل وضعیت امنیتی و موقعیتی که داره در طول پیدایش اسرائیل و تشکیل اسرائیل و به این صورت، اطلاعات نظامی اسرائیل که قوی ترین سازمان اطلاعاتی است به نام امان معروفه، به نام اون تیترشه که 13,000 عضو داره، موساد در برابر امان 2,000 عضو داره، امان 13,000 عضو داره، شیمبت که امنیت داخلیه حدود 4 یا 5 هزار تا داره، منتها موساد اسم در کرده برای اینکه مسئول عملیات خارجی. سرویس اطلاعات ارتش اسرائیل که الان جنرال یه سرلشکری به نام لوی هست، این در خلیج فارس تمام شنودهایی که مثلا در از مورد ایران انجام میدن اینا از پایگاهایی که در امارات در خلیج فارس در بحرین به طور پنهانی و در پوشش نیروهای امریکایی و انگلیسی اونجا هستن. این قانونن میتونه سانسور مطبوعات رو انجام بده به نام حفظ منافع ملی. دو ساله که این خبر رو سانسور کرده و خیلی هم جدی، اگر کسی از این سانسور تخطی بکنه جرم سنگینی داره، و این خبر به صورت یه 4-5 خط در یک روزنامه است به نام الجریده کویت این خبر هست، این یعنی من دارم اینجا الان نگاه میکنم، در اونجا به عربی نوشتم. این یک نشریه اسرائیلی قصد داشته که این حالا اینا میتونن گاهی روزنامه نگاره اسرائیلی بعضی اخبار رو که میخوان پخش بشه در اونجا جز سانسور نظامی قرار میگیره رو میدن به خارج، یعنی میدن به روزنامه نگاره دیگه، روزنامه های دیگه از اون طریق پخش میشه، یعنی یه راه فراره، اما اینو حتی حق اینه که بدن به خارج هم نداشتن تا امروز این خبر اومده بیرون. خب ما نشون دهنده این هست که بعدم گفته شد که آقای جنرال خلیفه حفتر ملاقاتی داشته با مامورین اسرائیلی مصری در اردن و این آقا هم اخیراً اسمش هم لقبش هم گذاشتن السیسی لیبی، مثلا اون السیسی مصر اینم شده السیسی لیبی. بنابراین با این وابستگی که این آقای جنرال مشخص شد داره به اسرائیلی ها و حتی مقداری تسلیحات نظامی هم اسرائیل براشون فرستاده، خب این البته اسرائیلی از جیبشون نمیدن، یک کشور عربی مثل امارات که پشت این قضیه هست یا عربستان سعودی پول اونها میدن، اصلا رو اونها میفتن. میخوام بگم این مسائل در منطقه پشت پرده
میگذره. اینا رو ما باید در نظر داشته باشیم که مسائل به این سادگی هم نیست. اصولا وجود یعنی به وجود اومدن یک انقلاب اسلامی در سوریه اصلا به نفع اسرائیل نبوده و نیست. حکومت اسد یا سیستم اسد بهترینه برای اسرائیل، اما تنها نگرانی اسرائیل حضور جمهوری اسلامی در سوریه پس از ماجرای سوریه و قوی شدن حزب الله است، که واقعا ارتش حزب الله یک ارتش 10,000 نفری که محبوبیت فوق‌العاده‌ای هم بین لبنانی‌ها پیدا کرده، به ترتیبی که بسیاری از لبنانی‌ها الان هویتشون رو که تحقیر شده بودن سالها هم از طریق سوریه، چون میدونید سالها بود که یک لشکر سوری در لبنان بود، اسرائیلی‌ها اونجا بودن و این تحقیر رو در هویتشون الان هویتشون رو باز یافتن و من شنیدم که سنی‌هایی هستن که رفتن شیعه شدن. البته این در برخی کشورهای عربی هم دیده شده. حالا من به مسئله گسترش شیعه و خطراتی که پس از داعش امکان داره جمهوری اسلامی 100% هر متری مربعی که داعش عقب نشینی کنه جمهوری اسلامی اونجا جایگزین خواهد شد. این طرحی هم بود که آقای اوباما تا حدی به این طرح زیر سیبیلی رد کرد، برای اینکه یک تعادلی بین سنی و شیعه در منطقه به وجود بیاره، چون تا کنون به صورت سنتی همه احزاب امریکا مثلا جمهوری خواه خیلی روابط نزدیکی با کشورهای سنی منطقه عربستان، امارات، کویت اینها داشتن و همیشه اونها رو تقویت میکردن، ولی آقای اوباما برای اینکه این مسائل پیش نیاد به اون صورت میخواست یک توازنی بین سنی و شیعه برقرار بشه، کفه به صورت به سمت جمهوری اسلامی چربید، ولی الان اومد با اومدن آقای ترامپ یه مقدار مسائل هنوز مشخص نیست، مبهمه. چون شنیدم که آقای کیسینجر گفته بود که ما باید داعش رو حفظ کنیم که جمهوری اسلامی جایگزینش نشه، البته اگر این خبرم جزو خبرهای ساختگی نباشه. من اصولا من به همین عقیده دارم که شایدم اینم ساختگی باشه، ممکنه، چون ولی میگن که الان متن انگلیسیش هم هست. خب متن انگلیسیش باشه در اصل ماجرا که تفاوت نمیکنه، اما کیسینجر مدعیه که اگر داعش بره جمهوری اسلامی جایگزینش خواهد شد. چه دلیلی بر این داره نمیدونم، به خاطر اینکه داعش یه پایه سنی داره. آخه من همینجا داشتم صبح تو برنامه میگفتم این چی که تو ایران هست اصلا اونی نیستش که اسلام باشه، نمیدونم یه چیزی مال خودشه، یعنی اصلا شما در هیچ جا نمیبینی که مثلا رفتاری که تو ایران میکنن یا علی یا ابوالفضل اینا میگن، هیچ جا همچه حرفایی نیست. این فقط داخل ایرانه و این عاشورا نمیدونم سینه زدن اینا هم این انگلیس ها در همون دوران صفویه و ماجرای عثمانی ها و جنگ ها و اینا رو در ایران ساختن و پرداختن، همین نوع، بازم تکرار میکنم، همین نوع سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی و اینا رو. این مثلا برای مرگ مسیح یه دهی هم مسیحی ها تو همین مکزیک و اینجاها انجام میدن، این همین رفتار سینه زنی و زنجیر زنی و اینا رو داره. این مربوط به قرون وسطا بوده، تو کلیسا کارا رو میکردن، اینا رو آوردن تو ایران تلفیق کردن، یه چیزی ازش ساختن، آخوندها هم ازش در حقیقت بهره بردن، یه چیز طبیعیه. بله، ببینیم که بالاخره این ماجرا تا کجا میتونه صحت داشته باشه. آیا واقعا حرف آقای کیسینجره که این ایران داعش رو نگه داریم چون که ایران میخواد جاشو بگیره؟ نمیدونم، بفهمید تا بشه. البته در ادمینستریشن آقای اوباما و ترامپ یه تعدادی هستن که من اینو چند هفته پیش، مثلا حالا نیست، مال شاید ماه گذشته اشاره کردم به این که برخی ها میگن که باستی یه توازنی وقتی که اینا میرن بهتره که جمهوری اسلامی جایگزین داعش بشه. برخی همون توی ادمینستریشن امریکایی ها هستن و یه مقاله هم من نوشتم که اینو یک استاد دانشگاه اسرائیلی که افسر سابق اطلاعات نظامی بوده یک مطلب
خیلی خوبی داشت، من ترجمه کردم و بعدم نظرات خودم هم نوشتم. در اونجا اشاره کرده بودم که این صدای این آقای مناشه امیر در اومده بود که نوشته بود این آقا من این است و این است و اینا. گفتم آقا بشین سر جات، لااقل دیگه خودتون دارید میگید، آقای استاد دانشگاهتون و افسر سابقتون که حالا استاد شده دارین حرف رو میزنه. به هر حال بگذاریم، برگردیم به عربستان. این یک گذری شد که باعث شد یه سری اطلاعاتی در مورد این مسائل اونورم گفته بشه. اما عربستان برای تأمین برخی هزینه هاش ناچار شده که مالیات ها رو افزایش بده. امسال کارمندا در آوریل 2017، یعنی همین دو ماه پیش، سه ماه پیش، اینها حدوداً پاداش سالانهشون که گفته میشد، اجازه بدین اون ترم عربیش رو که اینا میگن بدالت، این مثل یه پاداش سالانه بوده که به کارمندا میدادن، میون 20 تا 40 درصد از این پاداش کم کردن. خب یه چیزیه که به هر حال خیلی چیز مهمه براشون. و الان خط فقر در عربستان 2000 دلاره. یعنی کسی 2000 دلار نداشته باشه، یعنی معادل 2000 دلار. حالا ببینید دینار، ریال عربستان چقدره که کسایی که زیر اون 2000، معادل 2000 دلار داشته باشن، خط فقر مثلا می که الان ایران هم ما داریم. اما عربستان اومده یه سری مالیات ها رو اضافه کرده. در عربستان یه مالیاتی هست به نام مالیات گناه، یعنی اگه کسی خلافی انجام میده که میدونه حکومت شرعیه دیگه، این جریمه میشه، باید مالیات بسه. این مالیات گناه رو اضافه کرده، مثل جرایم رانندگی میمونه دیگه در خارج. وقتی که اینها میخوان یه پولی دولت گیر بیاره، مثلا به جرایم رانندگی و عبور از چراغ قرمز نمیدونم توقف ممنوع یه چیز اضافه کنه. اینا هم به مالیات گناه، چون بیشتر اونجا مثل که اینا با گناه سر کار دارن. بعد یکی دیگه از مالیات هایی که کشیده روش که خیلی هم سر صدا کرده، مالیات روی نوشابه هاست، نوشابه های به اصطلاح سودا، مثل کوکا و پپسی و از این نوشابه ها سودا. و گویا اصلا سعودی ها، خب احتمالا چون اونجا مشروب حروم و یا شلاق داره و اینها یا قاچاق احتمالا پیدا میشه، اینا رو آوردن بیشتر به این نوشابه های که خیلی هم قند و اینها داره. و خیلی جالبه که شما بگم که جوانان سعودی عربستان دچار بیماری قند و چاقی شدن. تعدادی که چاق شدن خیلی با اهمیته، یعنی خب اصولا من به شما گفتم عربا زیاد اهل جنگ هم نیستن در مورد یمن. اینها اون نیروهایی هم که دارن برای سرکوب داخلی استفاده میشه، اینها جنگ خارجی نکردن هیچ کدوم در زندگیشون، و هر کدوم هم که خب 3-4 تا زن دارن و از این بساط. و الان هم که جووناشون شما وقتی مقایسه میکنی میبینی در واقع یه نوع اعتیاد دیگه. حالا ما جوانای ما تو ایران معتاد شیشه و کراک و نمیدونم تریاک و این چیزا هستن که حدوداً ایران گفته میشه 8 میلیون معتاد داره، خودشون میگن. اما اینا هم به عنوان که مبارزه کنن با بیماری قند و چاقی اینها، نوشابه و اینها رو دو برابر شده قیمتش. باز دوباره سر صدا مردم در اومده. شماری هم از سعودی ها آمار هست که آمار البته دقیق نیست، که قادر به پرداختن فاکتورهای برق خودشون نیستن. یعنی در یک کشوری که تولید انرژی میکنه، در واقع تولید مواد انرژیزا میکنه مثل نفت، اینجا نتونن مردم تو برقشون بدن. این مسائل هست که در مجموع و خطر گسترش شیعه در اونجا، یعنی نارضایی هایی که در میون شیعیان میتونن کشورهای مخالف عربستان از جمله جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاره اونجا. حالا اجازه بدین من در مورد مسئله شیعه هم بپردازم یک کوتاه، و بعد ما اون وقت نتیجه میگیریم که چرا عربستان برای بقای سلطنت سعودی و به ویژه
پادشاهی این آقای محمد ابن سلمان که اصلا عملا الان پادشاهی در اختیار این هست و احتمالش هم این است با یه فرمان سلطنتی ایشون اصلا بشه شاه، اون شاه هم حالا فعلا زنده باشه کنار بشینه، بسیار زیاده. این نیاز به آرامش داره، نیاز به رفع مسائل اقتصادی داره، طرح بلند پروازانش که میخواد زنان و جوانان رو خودش شهر کنه. ببینید آمارهایی هست که این آمارها البته مال شاید مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش، اصولا من بررسی میکردم در مورد مطلبی در مورد گسترش شیعیان در جهان و اینها مطالبی میخواستم تنظیم کنم، گفته میشد بین 120 تا 150 میلیون شیعه وجود داره. اون زمان صحبت از این بود که 1,200,000,000 مسلمون هست، اما میدونیم که حدود 3-4 سال پیش خود واتیکان اعلان کرد که برای نخستین بار آمار مسلمین از مسیحی ها گذشت، بیشتر برابر شد و گذشت. اون موقع صحبت از 1,600,000,000 بود، اما امروز آماری هست که تعداد مسلمان های جهان رو 1,800,000,000 تخمین میزنن. اما شیعیان دیگه 120 یا 150 میلیون نیستن. یه آقای هست به نام آیت الله عرافی، این آقا مثل که خیلی کارم هست تو ایران، ریاست و حوزه علمیه رو داره و امام جمعه قوم و سری از این شغلای داره دیگه، بالاخره حقوق زیاد میگیره به خاطر این مشاغل. ایشون گفته که 2 هفته پیش گفت مدیران موفق حوزه علمیه، حالا گفت میگه جامعه، رئیس جامعه المصطفاست که از بدو تأسیس تحت مدیریت آیت الله عرافی بوده، یک مجموعه حوزوی متعلق به طلاب غیر ایرانی است و جز موفق ترین و اینها. حالا بگذاریم، ایشون گفته که 50 میلیون نفر در سراسر جهان توسط جامعه المصطفی شیعه شدن، یعنی توسط جمهوری اسلامی. این خبر که پخش شد بسیاری من دیدم اپوزیسیون طبق معمول یا رسانه ها شروع کردن فقط مسخره کردن، بله اینطور و اونطور از این حرف، با پول میدن و قیمه میدن، حالا همه اینا به جای خودش، اما واقعیت ها رو بپذیریم که اگر ما به اخبار واقعی و تحلیل های واقعی درست نزدیک نباشیم هیچ کاری نمیتونیم با این رژیم به اصطلاح پنجه در بیاندازیم. ببینید گسترش شیعه، درست میگه این آیت الله، برای اینکه الان تخمین زده میشه 400 میلیون شیعه در جهان هست و شما میدونید که اکثر این مردم شیعه با اینی که با ولایت فقیه، سیستم ولایت فقیه و رفتارهای جمهوری اسلامی مخالفن، موافق نیستن، اما جمهوری اسلامی و همون آقای خامنه‌ای دار دسته قطب مرکزی ایناست، برای اینکه نیروی در گذشته تنها ایران رو وقتی صحبت شیعه میشد گفتن ایران، ولی امروز دیگه اون نیست. الان هند 50 میلیون شیعه داره، پاکستان 45 میلیون، شاید بنگلادش رو کسی گمان نمیکرد شیعه داشته باشه ولی بنگلادش 12 میلیون شیعه داره، نیجریه، همون نیجریه افریقای سیاه که اینا رفتن اونجا یه سری شیعه کردن، آشورا تاشورا رو انداختن، این سیاه پوستا اونجا سینه زنی میکنن و علم و کتوال بلند میکنن، بین 7 تا 10 میلیون. به هر حال به طور کلی الان صحبت از 400 میلیون شیعه است که همه اینها چشم امیدشون همون جمهوری اسلامیه. شما این رو اینجوری نگاه نکنید، حالا یه تعداد باز نمیم بگن که آقا این داره میگه جمهوری اسلامی نمیستم قوی و فلانه، اگه قوی نبود این اپوزیسیون میتونست یه کاری بکنه که هر روز داره فقط تو سر خودش میزنه، دیدید که در این چند روز گذشته چه بساطی این اپوزیسیون را انداختن تو این تلویزیون های لس آنجلسی. شما خودتون رو سعی کنید دور از اینا نگه دارید، واقعا جز آبروریزی و شرم و خجالت هیچی نیست. عرض بزرگ شما، بذارید من بپردازم به این
مطلبی که فیگارو، یک انفوگرافی است که فیگارو در مورد سنی ها، سنیس شیئیس و معین اقیان، یعنی سنی ها و شیعیان در خاورمیانه. اینجا کشورها رو گفته و جمعیتشون رو و پورسانتاج داده، در واقع درصد گفته. من از همین پایین شروع میکنم که برسیم به بالا و بعدم اغلب ایرانی ها میدونن. مثلا یمن یک کشور حدود 22 میلیون 21 و 600 میلیون 53% شیعه هستند، که اینها بیشتر همون حوثی ها، زیدی ها هستن. البته میدونید زیدی ها پنج امامی بودن، پس از تبلیغات جمهوری اسلامی اینا شدن اثناعشری، 12 امامی. 56% یمنی ها سنی هستن، که بخشی از این سنی ها چیز هستن، وهابی شدن، یعنی عربستان اینا رو وهابی کرده. در مصر 85% سنی هستن، بقیه هم یه مقداری قبطی ها و مسیحی ها و اینها هستن. 3% شیعه است در مصر، و البته مصر 80 میلیون جمعیت داره، 3% از 80 میلیونه. اینجا اینطوری در نظر بگیریم. میان به خود عربستان سعودی، طبق آمار های رسمی 15% شیعه است، 60% سنیه و تقریبا 15% دیگه ادیان دیگه خواهد بود. اما خود شیعیان که آمارهایی دارن معتقدن که این 15% الان به 20 هم احتمالا رسیده. در عمان 15% شیعه داره. در امارات متحده عربی 10% شیعه داره. 40% سنی هن، بقیه هم خب کسای دیگه هن، میدونید از کشورهای مختلف هند و اینا اونجا کار میکنن. بحرین 73% شیعه داره، ولی حکومت دست اون 21%ی که اقلیتن و سنیان، و بحرین یکی از کشورهایی که امکان داره سقوط بکنه هر آن دست شیعیان، به شرطی که جمهوری اسلامی سر کار بمونه. اینا رو ما باید در نظر بگیریم، چون خیلی این فاکتورها مهمه. در قطر 18% شیعه هستن. در کویت 21%، 75% بقیه، البته 75% سنی هن. در عراق 65%. میدونید کفه اونجا سنگینه، برای همین نفوذ جمهوری اسلامی در عراق زیاده، در یمن زیاده. اینا همه نشوندنده آمار بالاست، به هر جایی که اینا بیشتر دست دارن روی اون جمعیت شیعه هست. در عراق 65%. در اردن 1% شیعه است. در سرزمین های فلسطین 85% سنی هستند، 15% دیگه ادیان مختلفند. شیعیان اونجا خیلی کمند ولی وجود دارند. در لبنان 45% شیعه، 25% سنی هستند و بقیهش که 30% میشه احتمالا مسیحی ها و مارونی ها و ارامنه ها و اینا هستن. در سوریه 15% شیعیان هستن که حکومت دستشون، اینجا وارونه بحرینه. 73% سنی هستن. در ترکیه 15% شیعه وجود داره، 84% سنی وجود داره. اما در ایران، کشور خودمون، طبق این آمار میگه که 87% شیعه هستن، 10% سنی هن، 3% هم ادیان دیگه هستن. به هر حال گسترش شیعه در پس از انقلاب اسلامی و به روی کار اومدن جمهوری اسلامی یک گسترش چشمگیری داشته. خودش مسئله خیلی مهمه. به هر حال جمهوری اسلامی روی این دموگرافی، روی این گروه جمعیتی داره حساب میکنه و تا کنون هم سرمایه گذاری هایی که کرده، شما حتما هم اشاره کردید و همه هم میدونن
در مورد اون به اصطلاح تشکیلاتی که به عنوان جنبش های آزادی بخش بود، خب اینها جزو اونها هست، اینها کمک میکنن. و این آقای آیت الله عرافی دروغ نگفته که گفته 50 میلیون ما شیعه کردیم، اون همون تشکیلات خودش به عنوان جامعه المصطفى، دروغ نگفته. بهش هم نخندیم، اینا رو مسخره نکنیم، مبارزه با جمهوری اسلامی با فحاشی و مسخره پیش نمیره. بعد واقعیت ها رو بدونیم، اگه میدونستیم 38 سال، الان 39 سال داریم میشه. اما جمهوری اسلامی روی این مسئله خیلی تاکید میکنه و این در واقع دکترین حفظ امنیت جمهوری اسلامی. البته راجع به این مسئله میشه خیلی گفتگو کرد، منتها من اینجا اینو خیلی خلاصه میبندمش و بعد در خدمت شما هم اگر مسائلی هست که بخوام بیشتر روشن بکنیم راجع به اونا صحبت کنیم. اصولا اینها سه عنصر اصلی حفظ امنیت میگن در جمهوری اسلامی. رو سه عنصر اصلی حفظ امنیت برای خودشون سیستم راهبردیشونه. یک، میگن روحیه انقلابی و دینی. خیلی خوب دقت کنید، روحیه انقلابی و دینی. دو، دستگاه های نظامی و امنیتی. این من برای این اپوزیسیون میگم که اگه میخوان طرحی بریزن، مبارزه‌ای بکنن، برنامه‌ای داشته باشن، لااقل به این اصول ریزکاری جمهوری اسلامی که خیلی به نظر ساده میاد باید آگاه باشن. دو، دستگاه نظامی و امنیتی. سه، ابزار و وسیله های دفاعی و نظامی. و میگه هر کس این سه عامل را تضعیف کند به ضرر کشور اقدام کرده است. البته منظور ضرر رژیم ها، این در نظر داشته باشیم. ها، گاهی ممکنه ضرر رژیم گاهی آمیخته بشه با ضرر کشور در بعضی نقاط، در بعضی مسائل. اما اینها دارن روی روحیه انقلابی مردم، روحیه انقلابی و دینی که روز به روز داره کم میشه. یعنی مردم، اولین عنصری که اینا هست، یعنی مردم دارن از روحیه انقلابیشون کم میشه، اصلا دیگه مردم انقلابی نیستن. دینشون هم داره تضعیف میشه، اینو ما دیدیم. یعنی اگر کمونیست‌های شوروی، من همیشه گفتم 40 ساله دارم میگم، اگر شوروی‌ها، آمریکایی‌ها، غرب و شرق، نمیدونم ادیان مختلف جمع میشدن، میلیاردها دلار هزینه میکردن که اسلام رو در ایران ضعیف کنن یا نابود کنن، هیچ کس به خود مثل خود جمهوری اسلامی نتونست این وظیفه رو به نحو احسن انجام بده. دو، دستگاه‌های امنیتی، نظامی و امنیتی، یعنی همین پلیس و پاسدار و سرکوب و چوب و چماق هست که اگر شکافی در این دستگاه بیفته، که امکانش هم هست، همیشه به هر حال یه نکاتی هست واسه روش کار بشه، اپوزیسیون اگر واقعا میخواد فعالیتی بکنه و روی اینا کار بکنه، اگر با سخنرانی و شعر و گرد جمع شدن و شعار و نمیدونم جاوید شاه و زنده باد رجوی، اینه هیچ خبری نخواهد شد. اما سومین مسئله که اشاره میکنه ابزار و وسیله های دفاعی است، یعنی همون ابزار و اسلحه. و خیلی هم به شما بگم که مسئله موشک ها، یعنی وقتی دفاع داره میگه، این عنصر افزار حفظ رژیم، حفظ امنیت ملی نیست. اینها در شامل این میشه، یعنی تولید اسلحه و ساختن اسلحه و ایجاد به اصطلاح مقابله با اینا. اما به نظر من با این توضیحی که من دادم، گمان نمی کنم عربستان این ریسک رو انجام بده که بخواد با ایران وارد یک درگیری نظامی بشه. و جمهوری اسلامی هم اصولا از نظر اقتصادی و اوضاع بین المللی و منطقی به قدر شکننده هست که ریسک چنین جنگی رو نمی کنه. من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی آغاز کننده ی جنگی باشه. و اینطوری که من دارم میبینم، عربستان هم این آقا پسر، 16 پسر که اومده، گویا یه خورده عقلش اومده سر جاش. و حالا درست یه پولی دادن به امریکا، میدونید که این پول هم در واقع اینها دادن که سرصدای اون شکایاتی که در مورد 4000 فامیل بازماندگان اون حوادث 11 سپتامبر رود رو به اصطلاح بپوشونن. اما من همینجا میگم به همیهنانم که اون 4000 نفر این مسائل رو ول نمی کنن. این آقای ترامپ میاد میره، یکی دیگه پیدا میشه،
و روزی خواهد شد که تمام ذخایر ارزی عربستان رو همین امریکایی‌ها به بهانه دادگاه و عملیات همین 11 سپتامبر، چون میدونید از 19 نفر 15 یا 14 نفرش سعودی بودن و رد پای دو سه تا از شاهزاده ها پرنس های سعودی در این ماجرا دیده شده، پرونده ها بسیار سنگین خواهد بود. عرب ها ناچارن که این پول ها رو به هر حال جمع کردن یه جوری ازشون در میارن. به هر حال من گمان نمی کنم جنگی بشه و جریان داره به سوی آشتی کنان پیش میره. این البته به نفع منطقه است. شاید جنگ طلبان یا اپوزیسیونی که در انتظار جنگ هست که شاید رژیم ایران سرنگون بشه از این مسئله ناراحت بشه، شاید به منم ایراد بگیری که چرا اینها رو میگم یا اینها، ولی به هر حال به نظر من مسئله داره بیشتر به سوی آشتی کنان پیش میره. بله ممنون از و اینکه در حقیقت توان جنگ برای هیچ کدوم از اینها وجود نداره. ایران شرایط آفرین. جنگ رو نداره، علی‌رغم ژستا و مسائلی که ایجاد میکنه اینجوری نیست. اما یه دو سه تا موضوع دلم میخواد که راجع به اینا حرف بزنیم. یکی وضعیت کردستانه که شما هم تو صحبت اشاره کردی که باید صبر کنیم تا 22 سپتامبر ببینیم که آقای بارزانی چه میگوید. آقای بارزانی به تهران اومد و برگشت، ولی نیروهای حزب دموکرات کردستان در مرز آماده رزمن. عکسایی که بیرون میاد نشان از این است، درگیری هست. سپاه پاسداران اعلام کرده که عده‌ای رو در مرز گرفته، جاسوسن، نمیدونم. اینا چیه؟ ما رو به کدام سمت و سو میبرد؟ آیا اگر که اون جنگ کلاسیک صورت نگیرد، فکر میکنی که جنگ های آزار و ایذایی رو وارد نظام جمهوری اسلامی میکنن؟ این صحنه رو چجوری میبینی؟ خب یکی از اهداف کشورهایی که با جمهوری اسلامی درگیر هستند کشوندن جنگ و ناامنی در درون ایران بود و این از مرزها شروع میشه. چند سال پیش میدونید که به طور خلاصه میگم از بلوچستان آغاز کردن، در کردستان همیشه این کانون به اصطلاح نارضایتی ها هم بوده، اونجا مشتعل، خوزستان هم به همچنین، کمی در آذربایجان. البته آذربایجان که فقط جدای طلبا بیشتر شعار و تلویزیون و از این حرف هست. اما سال گذشته باز در جریان هستید که احتمالا صحبت هم شد اینجا در همین برنامه شما که کسانی رفتن به دعوت عربستان در حج و شرکت کردن و اونجا پول گرفتن، اسلحه گرفتن، دیگه نامهاشون هم ده اومد و ما بسیاری رو هم میشناسیم که با سازمانهای اطلاعاتی عربستان کار میکنن، کمکهایی بهشون میشه، پژوهشگرن، مصاحبه کنندن، رادیو تلویزیون دارن به سود اونها. اسرائیلی هم از اون طرف مایلن که این کشته بشه. اما این اتفاقاتی که داره میفته، خب در زمانی این انجام خواهد شد که منابع مالی اینها رو عرب ها به اصطلاح تغذیهشون بکنن. اما اگر قرار باشه که آشتی بین عربستان و ایران انجام بشه که احتمالش زیاده، خب هر دو طرف خواستهایی دارن. خواسته های عربستان این است که از یمن آسوده بشه، چون یمن حیات خلوت عربستان حساب می شود و الان هم می دونه حملاتی که دارن می کنن عملا دارن می زنن پایگاه عربستان رو، حوثی ها با موشک هاشون با کمک جمهوری اسلامی در دریای سرخ، ناامنی، مین ها، قایق های انتها، این ها باید برچیده بشه. خانه ها در عوض هم عربستان هم دیگه از جدای طلبای بلوچ و کرد و نارضایت خوزستان و اینها دست حمایتش بر میداره، به معنی هم که برداشته بشه اینها هم عملا از بین میرن. و شما دیدید که دو ساله که ترکی الفیصل در تشکیلات مجاهدین شرکت میکنه در گرد همای اینها، خب اینها همه برداشته میشه. اما خب اپوزیسیون هایی که به طور مقطعی کار میکنن و بیشتر هم هدفشون در واقع اندوختن پول و به دست آوردن پول، حالا از چپ یا راست، از سلطنت طلب تا مجاهد و چپ و غیره هم که من دیدم گاهی توشون، البته چپ نه چپ های چیز، من بیشتر این گروه های کرد میگم، خب اینها بهرهشون رو بردن از بحرین، امارات، عربستان، از امریکا، از اسرائیل، کمک های دریافت کردن دیگه زیاد برای سران اینا که بیرون در اروپا دارن زندگی میکنن و کافه رستوران دارن و خونه خریدن، اینا برایشون مشکلی نیست. اونا هم پیشمرگه هم که اونجا هستن، من خوب یادمه که وقتی
جریان حمایت ایران از شاه از بارزانی بود، ملا مصطفی بارزانی، پدر این بارزانی. من یادمه که یه شب بیمار شده بودم، مسموم شده بودم، من بردن بیمارستان 501 ارتش، فکر میکنم دانشجو سال دوم بودم در دانشگاه. اون موقع این جنگ کردستان بود، من اونجا بردن تو بخش افسرها خوابوندن. من دیدم یه کنار تخت من یه آقایی هست، قیافش به نظامیان نمیخوره، ولی یه آدم تنومند و خیلی هم فارسی رو با لهجه بسیار غلیظ کردی عربی صحبت میکرد. به هر حال یه افسر اونجا بود، بهش گفتم این کیه؟ گفت این کرد بارزانیه. گفتم این چی کار میکنه؟ گفت این تیر خورده شکمش، آوردنش بیمارستان ارتش. گفتم مگه اینا رو؟ گفت آره مجروحین اینا رو میارن. بعد من باش وارد صحبت شدم، چون فارسی هم به هر حال میفهمیدم، کرد واژه فارسی، متوجه شدم که اینها رو به عنوان همردیف استوار دوم، یعنی حقوقی که میدن بهشون، اون زمان من یادم 900 تومن، این به من گفت ما این 900 تومن من حقوق میدن، و از همین پیشمرگای کرد بود. و من خیلی باش صحبت کردم راجع به کردستان، راجع به همون جنگ، اینها اطلاعات گرفتم. بعدها که در شیراز بودم، من دیدم که یک دسته خونپارانداز فرستادن با لباس کردی از ایرانی ها، از فرستادن اونجا، اون دسته که داشت مثلا دیدمشون، رفتن و 6 ماه ماموریت رو برگشتن و خیلی کمک میکرد، زخمی هاشون میوردن بیمارستان ارتش معالجه میکردن، حقوق بهشون میدادن، اسلحه میدادن. همون زمان هم کردا با اسرائیلیا روابط خوبی داشتن، همین بارزانی ها یه پسری داشت که مرد، اگه نمرده بود خلبان شده بود در اسرائیل. البته همیشه کردای بارزانی اسرائیلی ها رو نسبت به ایرانی ها ترجیح دادن، آدم های قدشناسی نیستن، ایران خیلی به اینا کمک کرد. ولی زمانی که با صدام حسین قرارداد الجزایر بستن، یک شب اینا رها کردن، فقط شاه کاری که کرد ملا مصطفی رو آورد و همین بچه هاشون، این طالبانی اینا همه تو ایران بچه هاشون بزرگ شدن، همه فارسی بلدن، آورد طرف های کرج و مهرشهر اونجا بود، و بعدم ملا مصطفی رفت امریکا برای معالجه و اونجا هم مرد. البته میدونیم ملا مصطفی آخوند بود، چون اصلا اسم ملا که میاد یعنی آخوند مصطفی، و ایشون یه زمانی هم درجه کلونلی یا جنرالی ارتش اتحاد جماهیر شوروی رو داشت، یعنی اونها هم بهش درجه داده بودن. این با اسرائیلیا کار میکرد، با امریکایی ها کار میکرد، با شوروی ها کار میکرد، با ایران کار میکرد، اینا همه جا کار میکنن. یعنی یه مسئله این خانواده بارزانی خیلی مثل یه خاندان فاسدی هستن در اون منطقه. و اصولا الان کردستان هم میدونید از زمانی هم که داعش اومد و موصل رو گرفت و اینها، دیگه به هم ریخت تمام پولهای نفت و اینا، دیگه اصلا به دولت عراق نمیدن، خودشون دارن میفروشن. رد پای دوتا هم از خاندان اینا زیاد فرانسه هم رفت آمد میکنن. همین بارزانی ها دیده شد که در کازینوهای خلیج فارس بازی کرده بودن، حتی یکیشون مثل که مبلغ میلیونی باخته بود و اینا. اما مسئله کردستان، اگر مسئله اپوزیسیون ایران، اپوزیسیونی که از طرف اعراب داره هدایت میشه، پشتیبانی میشه، با به اصطلاح آشتی کردن ایران و عربستان حل میشه، یک شبه حل خواهد شد. تمام نیروهای بارزانی، یه تعداد هم البته در شبیخون کشته شدن، همون زمان عراقی ها، صدامی ها به اینا حمله کردن، نیروهای صدام حسین و حزب بس. اما مشکل کردستان الان این هست که کردستانی که الان بارزانی میخواد استقلال بهش بده، هرچند که اولا وزیر دفاع امریکا تماس گرفته گفته این کار نکنید، برای اینکه یک کانون بحرانی به وجود میاد تازه در منطقه. البته این پشت پرده اسرائیل ها، شما نگاه کنید، همون آقایی که من نامش بردم اون بار و همون هانری لوی، یه آقایی هم هست که شما میشناسینش در امریکا، همین کنت تیمرمن. کنت تیمرمن هم که ایشون جزء حزب جمهوری خواه بوده، یه مدتی هم در ادمنستریشن آقای ریگان من مسئول خل سلاح و این حرفا بود، ظاهرا ژورنالیست. البته من دیدم با ایشون، آشنا هم صحبت کردیم در همین پاریس، با هم دوستات صحبت کردیم اینجا در مورد مسائل مختلفی. ایشون هم یکی از قیم های این کردا و استقلال کردستانه، که چندی پیش هم در صدای امریکا با یه خشم و عصبانیتی میگه بله باید اینا آزاد بشن، اگه اونجا آزاد بشه اونجا دموکراسی، حرفای تکراری. و ترکیه
یاقی شده و ایران نمیدونم تاقی شده و از این حرفا، یعنی یه جوری اینا البته میدونی کنت تیمرمن هم یهودیه، یعنی از یهودی های تونروه، یعنی اینا صهیون جزو اون حزب صهیونیست حساب میشن، یعنی جزء اون ایدو پیرو اونا هستن. خب اینها افتادن الان برای تجزیه در واقع کردستان عراق، اما بارزانی تنها با این مشکل روبرو نیست. من خدمتتون عرض کردم حدود 3 میلیون غیر کرد در اون منطقه هست. البته بارزانی یه مقدار زیاده خواهی هایی هم داره، میخواد الان یه سری مناطقی که آزاد شده رو هرچی بیشتر اون کردستانش رو بزرگ بکنه. خب کشوری خواهد شد که بین ایران و عراق و ترکیه، حالا یه سمتش هم ممکنه بخوره به اون کردهای سوریه، گیر افتاده و نه ترکیه موافقه، نه جمهوری اسلامی ایران موافقه و نه عراق. خب اصلا وجود این بارزانی پس از حمله داعش به موسل، این داشت فرار میکرد، بارش پس فرار کنه، همین سپاه پاسداران و چه میدونم قاسم سلیمانی اینا رفتن به کمکش. این خودش میدونه که یک شب نمیتونه در برابر ایران این مقاومت بکنه، حکومتش سرنگونه، اگه بخوان اینو فشارش بدن کاری نمیتونه انجام. بعدن توجه بکنید سالهاست که اسرائیلی ها یهودی ها، البته میدونی یه مقدار کردهای یهودی هستن که در اسرائیل هم دارن زندگی میکنن، کردای ایرانی بودن، اینا یهودی هستن، اینها اومدن اونجا، یهودی ها به وسیله اینا اونجا سرمایه گذاری کردن، زمین خریدن، همون ماجرای فلسطین و اینجا اونجا را انداختن، کلی پاساژ، سنترهای بسیار تجارتی، مال به قول خوش اونجا بزرگ شده، درست شده، کافه، کاباره، رستوران، یه تعداد ایرانی میرن اونجا کار میکنن. اما مسئله ایران مهم هم این است کار که کرده اونجا، ایران هم مفصل اونجا سرمایه، ایران هم اونجا خریدایی کردن و اینا، ولی یهودی ها اونجا آمدن زمین و ملک و املاک خریدن که در واقع یه جوری از این کردستان رو بعدا بچسبوننش به اسرائیل. حالا مخالفینی که اینا دارن که، یعنی زود من این توضیح بدم کوتاه، ترکمن ها هستن، ترکمن ها مسیحیان اون منطقه هستن، ایزدیان هستن که جو واقعا نسل کشی شد از اینا به وسیله داعش و با بی ارزگی و بی غیرتی و خیانت همین کردای بارزانی گذاشتن اینا رو بکشن و دیدی که در اونجا چه بد، یکی از مقصرین اصلیشون همینا بودن. حالا بگذاریم، و بعد شیعیان اونجا هستن. شما الان ما در اونجا ترکمن هست که ترکمن هایی هستن که سنی هستن و ترکمن هایی هستن که شیعه هستن، خیلی وابستگی دارن به جمهوری اسلامی، اما ترکمن های سنی رو خود ترکیه پشت ایناست، خود کشور جمهوری ترکمنستان که از شوروی جدا شده پشت ایناست، یعنی آذری ها هستن، بخشی از آذربایجان هستن اونجا که جزو این مناطق زندگی میکنن، چون اونها هم مرز بوده. خب اونو آذربایجان، جمهوری آذربایجان پشتشونه، ترکیه پشت ایناست. به هر حال اردوغان هم که تهدید کرده که شمال اونجا رو با آتش میکشه و کردها رو جابجا میکنه اینا. حالا یه آقایی به نام ارشاد صالحی که رئیس جبهه ترکمن عراقه که مورد پشتیبانی هم تو عرض کردم ترکیه و ترکمنستان و آذربایجان، این در منطقه زاخو در مرز ترکیه است، نزدیک به غرب ایران میشه، منطقه در واقع مرز مندلی، اونجا این مثلا یکی از مخالفین ایناست، ترکمنان یکی از مخالفین، برای اینکه در سال 1959 که یه درگیری بین گروه های کرد پکاکا اون زمان با این ور شده، اینا صدها ترکمن رو کشتار کردن. اینا نمیخوان برن زیر سلطه یک کشوری به نام کردستان، یه اقلیت، چند اقلیت نژادی و دینی اونجا میشه زیر نظر کردها. الان در شهری به نام، اجازه بدید من الان این نوشته بودم در یه جایی، یکی از شهرهای مسیحی نشین کلدان، میدونی اونجا آسوری و کلدانی هم هست، بارزانی یه خانومی رو به نام لیندا یا همچی چیزی میذاره شهردار موقت اون منطقه، برای اینکه شهردار اونجا گویا به فساد محکوم شده بوده، استاندار اونجا که کرده اینو عوضش میکنه، این خانومه رو میذاره، مردم را میفتن تو خیابون شروع میکنن تظاهرات، اینو ناچار میشن برش دارن. یعنی الان
کردستان بجز اینی که با سه کشور ایران، عراق و ترکیه درگیره، با 3 میلیون جمعیتی که در همون کردستان هستند، در منطقه کردستان خود مختار ولی کرد نیستن، با اینها هم گرفتاری داره و این استقلال و اینها با توجه به اینکه خارجی‌ها پشتشن، مخصوصا اسرائیل پشت این ماجرا هست که اونجا رو تیکه تیکه بکنه که بعد برسه. مثلا سرکنسول جنرال فرانسه در اربیل، البته قبلی این که حالا اومده، نه این آقا یه فرانسوی بود، بعد گفت بود که یه آقایی هم هست به نام برنارد کوشنر، ایشون هم وزیر خارجه بود اینجا و یه آدم خیلی پرماجرا، ایشون هم باز یهودی. حالا اگه من بگم مثلا آقا این یهودی اون یهودی، من نمیدونم، من ضد یهودم، یا میگم که آقا جان خب اینایی که رفتن اونجا میخوان کردستان تجزیه کنن، میخوان به ایران حمله بشه، چرا اینا توش پیدا میشن؟ آقا این مسئله مهم اینه و الا من مشکلی ندارم با اینا. این است که شما نگاه کنید، این آقای سرکنسول گفته که، آقای تیسو گفته که، من در حال حاضر ما نیتمون، خواستمون استقلال تن فقط استقلال کردستان عراقه. خب آقا امروز تو این حرفو میزنی، امروز نیت تو خواست دولت فرانسه استقلال کردستان عراقه، فردا که این انجام شد 5 سال بعد میگین حالا نوبت اون یکیه، نوبت اون یکیه، نوبت اون یکیه. یعنی مسئله مهم اینه. اما اینم همینجا نکته اعتراضی بگم، متاسفانه متاسفانه در همین تلویزیون ها از من و تو گرفته تا بی بی سی و نمیدونم امریکا و همه اینا، حالا چه خارجی اینا، یک مش ایرانی به عنوان کارشناس، به عنوان نمیدونم متخصص فلان، که همشون برید پشتشونه بگیرید چیزی رو تشخیص نمیدن، دیدم ها نشستن اونجا و راجع به مسئله کردستان و رفراندوم یا تعداد سکوت کردن یا به قول معروف موافقت ضمنیشون رو همه دارن میدن به اسم دموکراسی. بله کردستان من اینن کردستان، نه آقا، در منطقه با استقلال کردستان نه تنها مسئله حل نمیشه، دموکراسی نمیاد، تازه یک کانون آشوب درست میشه، خود مردم کردستان هم بخش مهمیش مخالف اینن، چون میدونن آغاز جنگ های خانمان برانداز و کشتار همین کردها به دست مخالفینشون و یا کشتار مخالفین به دست کرداست. اونجا آروم هم متاسفانه به عنوان کارشناس، به عنوان اینکه من نمیدونم علاقه دارن پشت یه تلویزیونی میکروفونی، شاید هم پولی بهشون میدن، حق قول نمیدونم چیزی بهشون میدن، اینها میشینن اونجا و آب آسیاب دشمن میریزن. اینم باعث تاسفه. این اپوزیسیون ما همشون هم میگن اپوزیسیون هستن ها، همه هم مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی نمیدونم اینجا که پای کشور و مملکت و امنیت و به قول معروف آینده ایران در پیش هست، اینها حاضرن به راحتی از سرزمینشون هم بگذرن و ببخشن دیگران. آره دیگه، اینا همه گرفتاری های ماست. اما یه موضوع مهمی هفته پیش مثل بمب ترکید و اون بودش که در یه پادگانی، این برای دومین باره که در همین یه ماه اتفاق افتاده، یه سربازی، یه نظامی، نمیگه درجه چیه، اسلحه کشیده، تیراندازی کرده و عده‌ای رو کشته، حتی درجه اونا رو هم نمیگن، نام پایگاه هم نمیگن، و حتی میشه حد زد که همین اتفاق مثلا تو پایگاه های سپاه هم میفته، اما اونجا تحت هیچ شرایطی خبرش درز نمیکنه، ولی ارتش به خاطر اینکه بالاخره ارتش است و یه قدری غیر ایدئولوژیک تر است، اونجا خب خبر درش پیدا کرده. چه اطلاعی داری از این؟ میشه اینو مقایسه کرد به اون ماجرا در لویزان که خود شما هم در اونجا شاهد بودی؟ میشه اینا رو به هم ربط داد؟ نارضایتی است، چیه ماجرا، چی میفهمیم ازش؟ از حضور شما البته عرض کنم که چرا این مشخص شده کی بوده کجا بوده. اولا این در پادگان آموزشی نیروی هوایی در کهریزک بوده، یه سربازی بوده که بلوچ بوده، خب بهتر میشه سنی، در میدان تیر بوده، یعنی انگام آموزش تیراندازی بوده و
سه سرباز و یه سرگرد کشته میشن، چهار سرباز دیگه هم زخمی میشن. این اطلاعاتی است که هست. اولا به شما یه چیز عرض کنم، سال گذشته در تونس یک سربازی آتش گشود روی همکاراش و 7-8 نفر کشت. حدودا 6 ماه پیش بود فکر میکنم در کره جنوبی یه سربازی 10 نفر از همکارای خودش و همقطارای خودش از پا در آورد و فرار کرد، بعد از مدت ها تعقیب و گریز کشته شد. در افریقا این اتفاق افتاده، در ایران پیش از انقلاب هم ما داشت، البته مسئله تیراندازی در نارخوری لویزان در هنگام انقلاب در گارد شانشهی و جاویدان فرق میکنه. اصولا من یه توضیح خیلی کوتاه 2-3 دقیقه بدم بعد بپردازم به این مسئله. خب منم دیدم اینو خیلی روش صحبتی شد و سر صدایی که آی دیگه الان ارتش هم بلند شده دیگه، حکومت تمومه دیگه، ترامپ اومد و از این حرفایی که میدونید واقعا دیگه خب بادم چی بگه. از بزرگ شما یکی از اصول مهم مدیریت نیروهای انسانی دیگه سابق نیست. مسئله مهم این است که امروز کشورها به صورت علمی برخورد میکنن. مدیریت نیروی انسانی یک کار علمی است، یک کار تخصصی است و نیاز به تحصیلات دانشگاهی و بالا داره. ما امروز اینو در سطوح مختلف در هر جایی که کار میکنیم، همین جایی که من کار میکنم، شاید اون قسمت مدیریت انسانیش 10 نفر 100 نفر کار میکنن و هر کدوم هم متخصصن. شما در هر رشته ای که یه نفر تو کارخونه هست، یکی تو دفتر، یکی حسابدار، یکی وکیل، یکی تراشکار، یکی اینا همه یه اصولی داره. بعدم فرهنگ هر کشوری فرق میکنه. اما مسئله خیلی مهم در ارتش ها مسئله کنترل یا مدیریت جستیون به اصطلاح عنصر انسانی، این خیلی مهمه. مهمتر از یک کارخونه است، مهمتر از یک اداره است و این یه تخصص بالایی میخواد. من یادمه که در زمان شاه افسرانی که مسئول مدیریت نیروهای انسانی بودن یا به صورت آلا آجدانی یا هر جوری که گفته میشد، اینها بجز اینکه نظامی بودن، تجربه داشتن، اینها دوره های دانشگاهی میدیدن، حتی خارج از کشور میدیدن. در ارتش امریکا همینه. شما اگر برید میبینید که در ارتش امریکا خیلی علمی هم برخورد میکنن مسائل در حد با. ببینید شما وقتی یه سرباز وارد پادگان میشه، چون من خودم بوده 1 سال خورده‌ای تو مرکز آموزشی گارد شاهنشاهی فرمود دستو فرمود گروهان بودم، سرباز همین سرباز هم اینجایی که آموزشیه، افسر تیر بودم، اینا رو همه میدونم چه اتفاقاتی میفته. عرض بزرگش وقتی سرباز از خانوادهش جدا میشه، یه جوونیه 18-19 ساله میاد وارد میشه، این یه زندگی نوعی رو شروع میکنه. اون فرمونده حالا از دژدار گرفته تا افسر، اینها یه مسئولیتی بجز مسئولیت های فرموندهی و هدایت نیرو و آموزش و اینها، یه مسئولیت های انسانی و اخلاقی رو باید بدونن. در واقع به قول یکی از این افسرها یادمه، ما یک سرگروهبانی داشتیم که اینا همه دلاورهایی بودن که در جنگ کشته شد. البته یادم میاد که اون فرمانده گروهان بود، من فرمانده دسته بودم که بعدها که ایشون رفت من جانشین اون شدم برای یه مدت. میگفتش که به این سرگروهبان، یادش بخیر خدا بیامرزدش، روحش روان شاد باد، میگفت سرگروهبان تو مادر گروهانی. در واقع شما نگاه کنید، خب یه استواری بود، سنی هم ازش گذشته بود، شاید مثلا به سن پدر من اون زمان بود، من جوان بودم. میگفت بهش تو مادر گورهانیه، بعد اون بهش میگفت حتما تو هم میخوای که پدر گورهانی. یعنی واقعا یه همچنانتی بود، یعنی اونجا بود که شما این شخص رو مثل برادرت باید میدونستی، مثل نزدیکت، اگه سن اون افسر دژدار بالا بود مثل پسرش بود، مثل به هر حال یه خانواده است. این شخص هم که میاد اونجا یه کولهوار مشکلات خانوادگیش هست، دوری از فامیلش هست، اختلاف دین و مذهبش هست. مخصوصا در زمان شاه ما این مشکلات نداشتیم. من مثلا یادم وقتی که 205 یه گردان می آوردن 1000 نفر به 4 گروهان 250 نفر تقسیم می کردن،
اینها از شمال جنوب شرق غرب کشور توش بودن، از انواع اقسام لهجه ها. من سرباز داشتم که یادم میاد که یه 20-25 نفر تو اینها مال یکی از دهاتای اصفهان بودن. یه روز به من خبر دادن، گفتن که این سربازا به یه زبون خارجی صحبت میکنن یه تعدادی. گفتم به چه زبونی؟ گفت فکر کنم روسیه. گفتم بهش اون درجه، گفتم مگه تو روسی بلدی؟ گفت نه ولی به نظرم میاد روسی. گفتم برو بیار دو نفرشون رو ببینم. رفت دو نفر از اینا رو آورد و گفتم شما مال کجایین؟ گفت مال دهاتن، من فلان جای اصفهانی. گفتم شما زبون به خصوصی دارین؟ گفتش که آره ما زبون محلی داریم. گفتم خب با هم میشه صحبت بکنیم. دیدم صحبت کردن، دیدم این تقریبا راست میگه، یه مقداری توش جملات روسی پیدا میشه. و بهش گفتم که این زبونتون مال کجاست؟ اون دو نفر نمیدونستن. یه نفرشون که خود سواددارتر بود اومد و گفت ما اصلمون گرجی هستیم، ما از گرجیانی هستیم که در دوران شاه عباس ما رو کوچ دادن آوردن اصفهان، و ما اونجا یه دو سه تا دهات گرجی هستیم. خیلی جالب بگم که این دهات گرجی هم موقع انقلاب اینا مخالف این آخوندا بودن، حتی حمله کرده بودن. یه بار این آقای منتظری طرفای چیز اونجا میرسیم که جلسه ای داشته، حمله میکنن میریزنش به هم. بعد من اینا رو دیدم، بله اینا گرجی هستن و تاریخشون اینو، و خب گزارش هم کردیم اینا رو آورده تو گارد شاهنشاهی. البته شاه عباس هم آورده بود اینا رو جزو اون قزل باشا تو گارد خودش. حالا به هر حال فرستادمشون به لشکر گارد و اینها، سربازای بسیار خوبی هم بودن. ما اون زمان کی سنیه کی نمیدونم شیعه است، کی باهائیه کی نمیدونم زرتشتی، هیچ مشکلی نبود. کی ترکمن، همه رقم بودن، برادرانه کنار هم خدمت میکردن، توی آسایشگاه میخوابیدن، تو مانورا عملیات، تو جنگ، همین جنگ ظفار اینا تربیت میشدن برن در عمان در ظفار بزن، کنار هم بودن، هیچ مشکلی هم نداشتن. مارمزون هم که میشد، خوب یادمه که این آزادی رو براشون فراهم کرده بودن که هر کی میخواد روزه بگیره بیاد اسمشو بنویسه، و بعدم اونجا چیکار میکردن؟ خوراک براشون سحری درست میکردن، نمیدونم افطار میدادن، اونایی که روزه نمیخواستن بگیرن ناهارشون رو میخوردن، صبحونه و شامشون رو میخوردن. خیلی میخوام بگم حتی من یادمه که سفارش کرده بودن آقا ما رمضون مثلا، حالا معلومه اگه به تابستون میافتاد هوا گرم بود، ملاحظه بکنید زیاد اینا رو ندونید. واقعا این ملاحظه هم همه میکردن، نه بر مبنای دین ایمان مذهب، نه بر مبنای انسانیت. یعنی همه خودشون ایرانی میدونستن. گاهی توی اردوگاه ها عصری که میشد بیکار بودن، حوصله‌شون سر میرفت، مثلا دسته خراسانیا بیژندیا بلند میشدن ساز ضرب خودشونو میزدن میرقصیدن، اصفهانیا نمیدونم تو مش، همه برای خودشون. یعنی واقعا ما این مشکلات نداشتیم. اما همون زمان هم گاهی این مسئله پیش می اومد که اتفاقاتی میاد بر اثر سختگیری ها، یا گاهی مثلا بعضی ها میدونید اینایی می اومدن یه سری، حالا بهشون میگن یارسان، بهشون میگن علی اللهی، اینا سیبیل داشتن. خب میدونید تو ارتش ممنوع بود سیبیل و ریش و اینها، ولی باز اگر اینها چیز بود ملاحظهشو نمی کردن. یعنی واقعا اون لایسیته در ایران یا به قول امریکایی سکولاریسم برقرار بود در حد بسیار زیادی، خوب بود، کسی کاری نداشت. گاهی میشد که یه افسری یا دژداری رفتار بدی میکرد. یکی از مسائلی که در ایران خیلی مهم بود این بود که مثلا بعضی دهنشون لق بود، فوشای بد میدادن، فوش خواهر مادر میدادن، کتک میزدن. میدونی این مسائل پیش میومد. این بود که به یک درگیری های اتفاق افتاده بود، من یادم مثلا یه افسری سربانی بود، این اتفاق افتاد توی میدون تیرم بود، سرباز اسلحه رو برای این کشید چون فشنگ جنگی هم داشت، که شروع کرد همون فوشای مادری که اون بهش داده بود به این افسر داد، و اگر نگرفته بودن سربازه رو میزدش. و بعدم که گزارش شد و خود من رفته بودم برای تحقیق، فهمیدم که تقصیر این افسره بود و گفتم مقصرین بوده که به این سرباز فوش مادر بود. و این اتفاقات میفته. من گمان میکنم مسئله مدیریت نیروی انسانی در جمهوری اسلامی به شدت ضعیفه، و گویا این سرباز چون بلوچ بوده احتمالاً از نظر اون هویت بلوچ بودنش و یا احتمالاً سنی بودنش
مورد تحقیر قرار گرفته، مورد فشار یا تبعیضی. به هر حال شما میدونید گاهی خود همون معاون رئیس جمهور یا خانمی بود به نام مولابردی، چندی پیش در دوران همین الان هم که هست، گفته بود که من دهات بلوچ دیدم که اینا مرد ندارن، یعنی همشون اعدام کرده دولت به جرم قاچاقچی. یعنی این مسائل هست که به نظر من یه حالت بعد سیاسی پیدا کرده و پیش میاد و این همیشه در موارد بحران پیش میاد. این چیزا شما اگر میبینید در دوران شاه هم در دوران انقلاب ماجرای لویزان، نارخوری لویزان پیش اومد، خود من شاهد بودم اونجا، در واقع در موقع بحران و به اصطلاح یک تشنج سیاسی بود، یه سری این ور بودن یه سری اون ور بودن. این که امروز در ایران اصلا همواره هست، هر روز هست، اصلا مسئله این نیست که در ایران گاهی گفته میشه که مثلا آقا به باهایی ها ظلم میشه یا نمیدونم به سنی ها ظلم میشه یا به بلوچ ها ظلم میشه یا به خود آقا به خود همون تهرانی و اصفهانی و مازندرانی شیعه به اونم داره ظلم میشه، یعنی اونها هم تحت فشارن. یعنی این نیست که شما برید مثلا میگن آقا چند زندانی کرد رو اعدام کردن، خب برید ببینید چند نفر تهران رو دارن اعدام میکنن، افغانی رو اعدام کردن، برید ببینید چند تا اصفهانی و خراسانی و مازندرانی و گیلانی اعدام کردن. همیشه هست، به هر حال این مسائل پیش میاد، اما این اون نیست که مثلا اپوزیسیون بگه که آقا الان دیگه رژیم سرنگون شد، نه چنین چیزی نیست. ولی متاسفانه میدونم از عدم مدیریت صحیح و غیر علمی، برای اینکه الان مدیریت در ارتش و در نیروهای انتظامی و مسلح ایران مدیریت هیئتیه، مدیریت سیستم مداحی سلواتیه، میدونید علمی نیست، فرماندهیشون هم اینطور نیست. یعنی یه ارتشیه که اصلا نظم و ترتیبی نداره. خب مسلماً این اتفاق در میدون تیر افتاده، چون میدونی سربازای آموزشی که تیر جنگی، تیر واقعی ندارن، که تنها جایی که این براشون پیش میاد همون میدون تیراندازیش که به اینا یه تعداد میدن و احتمالاً این یک کینه‌ای داشته و یک ناراحتی داشته و اون موقعی که تیر فشنگ جنگی دستش بوده شلیک کرده به اطرافیانش. بسیار ممنونم. شما تو صحبتات بارها اشاره کردی امروز راجع به اپوزیسیون که این گونه است اون گونه است. ما همین الان شاهد یه سری مسائل هستیم که تمام این تلویزیون ها رو به خودش سرگرم کرده و اونم یه پدیده است که کاملا رفتار و کردارش همه چیز نشون از یک شارلاتانیزم واقعی میده. آدمی که از ابتدای ورودش به آمریکا پایش بر مبنای دروغ بوده، من نوارهایی رو دارم که این وقتی که اومد توی آمریکا همین دوستان و کسانی که این ادعا میکنه با اونها رفیق بوده و اینها چه برخوردی باش کردن و چگونه طردش کردن. این آدم همین امیر عباس فخرآور اسمشه و یه آدمی است که یه روزگاری میگه من از یه خانواده فقیرم، هیچکیو ندارم، اصلا یه آدم چیز تو خانواده من نیست. بعد اومده مدعی شده که رضا شاه داییشه، نمیدونم این دایی رضا شاه است اون دایی اینه، و مدت هم با آقای مسعود سعد گفتگو میکرد و بالاخره تا این بازی به اینجا رسید. یک این کتاب سراسر دروغی رو داره که این کتاب رو حتی برای من خود آقای خلیلی فرستاده، امضا کرده و فرستاده به نام رفیق آیت الله. این کتابی است که اصلا هیچ کدومش سند نیست، همش به قول دونالد ترامپ فیک نیوزه، خبرهای جعلی است. و اخیرا هم مدعیه که همه در ایران کمونیست بودن و همه افسرهای کاگبه بودن، حتی فرای پهلوی هم عضو کاگبه بوده و پسردائیش هم که آقای رضای قطبی که یه شخصیت واقعا کارساز اون مملکت بوده، تمام کسانی که در دوران پهلوی در ایران دستی داشتن، کاری کردن،
در رادیو، در علی خصوص در تلویزیون، تحولاتی که اینا در اونجا به وجود آوردن، یک حرکتهایی مثل همین کانون پرورشی فکری کودکان نوجوانان، یا فرض کنید که اردوهای سراسری که برای دانش آموزا میذاشتن. این اصلا ما این موقعی با آقای ملکوتی و آقای منفرزاری اصلا یه چنین طرحی در هیچ کجای دنیا نبوده، یه طرح نو بوده. مثلا در مورد اردوها این بودش که در تابستان دانش آموزایی که بهتر بودن، نخبه بودن، کار فوق برنامه کرده بودن، هنری داشتن، استعدادی داشتن، اینها رو به مدت 10 روز از سراسر ایران جمع میکردن، میوردن در رامسر و اونجا اینا دور هم جمع می شدن 10 روز و چه عشق و صفایی. شما فکر کن جوان ها در دوران بلوغ 14-15 سالگی اینا ظرف اون 10 روز عاشق می شدن، گریه می کردن، بعد می رفت تا سال آینده تابستون. طرح این بوده که اینا فردای روزگار که اینا می خوان بیان توی مملکت و کار رو به دست بگیرن، از الان که نوجوان ها اینا با هم آشنا بشن، بدونن روابطشون به هم نزدیک بشه، طرح ناب درجه یک. یا فرض کنید که همین کانون پرورشی فکری کودکان نوجوانان که کتاب ببرن تو بین بچه ها و سینما رو در ایران متحول کنن، ادبیات رو در حقیقت متحول کنن، کارهایی که بسیار بسیار نوبل درجه یک و نمونه نداره. حالا بیای بگی اینا جاسوس روسا بودن و به دروغ. میخوام از نظر شما به عنوان یه آدمی که دقیق کار اطلاعاتی کردی میتونی تشخیص بدی این چیه واقعا، این که رضای قطبی مأمور کاگبه بوده چجوری بوده؟ میشه نظرتون رو دقیق مثل همیشه بشنویم در این زمینه؟ خوشحال میشم، بفرمایید. هر بزرگ شما. من یه زمینه بگم، من با شوهر خواهر آقای فخرآور و خواهر ایشون، خواهر بزرگش، دوست هستم و دوستان بسیار خوبی هستن این زن و مرد، و من با اینا خیلی نزدیکم. بسیار این مسائل رو خوب منم تعقیب میکنم، میشنوم. از بزرگ شما ببینید، وقتی که میگفتن سلمونی ها بیکار میشن، سر همو میتراشن، یه حالت طنز دیگه. یه مقداری منم این مسائل رو دنبال میکنم و متاسفانه میبینم که، بعد سفارشم کردم به شما هم همین وسط برنامه، گفتم خودتون رو قاطی این تلویزیون ها نکنید. آقای رضا پهلوی یه حرف خوبی زد، من اصلا با ایشون موافق نیستم. بسیاری کارهاشو من منتقدش هستم، انتقاد کردم سال هاست و میکنم. شاید بعضیا به خاطر همین انتقاداتی که من از آقای رضا پهلوی کردم با من خوب نیستن، 1001 تهمتم، ولی من کار خودم رو اصولی که بوده انجام دادم. یه حرف خوبی اگه زد بعد 37-38 سال، گفت این تلویزیون های رسانه فکسنی، بهتره که این رسانه ها رو، البته توهین نیست، برای اینکه آقای رضا پهلوی سالها از این رسانه ها، از نردبون همین رسانه استفاده کرد. اینو یه مقداری اگر منصف باشیم، با همه این اتهامی که به اینا زد، خیلی هم گفتن آقا راست گفته و فلان، ولی اگر اینا نبودن اسمی از رضا پهلوی نبود. همین رسانه هایی که در لس آنجلس هستن و هر روز، حالا به هر بار، البته خب برخیشون هم میدونید که از این راه درآمد دارن، من میدونم، یعنی کسانی که اینها رو پشتیبانی میکنن طرفداران رژیم سلطنتی هستن، چیز طبیعی، پولم میدن به رادیو و به تلویزیون ها، و تا حالا هم اینا تونستن یه نوع زندگی بکنن. در واقع بخشی از اپوزیسیون ما اگه داره تو خارج از کشور زندگی میکنه، هنوزم در رابطه با مسائل ایرانه. شما گفته، یا کسی بود من شنیدم گفت اگه اینها با هم نمام آشتی کنن یا رژیم نمام اینطور بشه، دیگه ما کار نمیتونیم بکنیم، یعنی اینجا دیگه از نون خوردن میفتیم.
اما یه مسئله که پیش اومده اینجا، اولا پس از اینی که من مدتی که تو ضد اطلاعات گارد خدمت میکردم به عنوان افسر اطلاعات و جمع‌آوری خبر و اینها، عرض حضور شما اصولا یک سفارشی شده بود که ساواک خیلی مایل بود در همه جا دست داشته باشه، نقش داشته باشه، به دلیل اینکه وزارت دربار و کسانی که اونجا کار میکردن مسائلی میگذشت که امنیتی بود، خصوصی بود، نباید کسانی میدونستن، شاه، فرمان شاه بود، ساواک حق داشتن شبکه اطلاعاتی و مأمور در وزارت دربار نداشت. یعنی اگه پیدا میکردن سیبیل رئیس ساواک رو دود میدادن. این هستم، من حرفم رو زدم، کسانی هم هستن که تایید میکنن وجود دارن تو وزارت دربار، میدونن. این مسئولیت رو واگذار کرده بودند به ضد اطلاعات گارد شاهنشاهی. ضد اطلاعات گارد شاهنشاهی مستقیم زیر نظر فرمانده ضد اطلاعات و فرمانده گارد بود، یعنی وابستگی به اداره دوم ارتش نداشت، چون معمولا همه ضد اطلاعات ها وابسته بودن به اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران، اداره اطلاعات و ضد اطلاعات هست. این مستقیم رکن دعا هم شامل اون میشدن، ولی اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ما البته میرفتیم اونجا دوره میدیدیم، همکاری بود، ولی ضد اطلاعات گارد یک واحد مستقل بود، 49 تا افسر داشت، 150 تا درش داشت، به اینا فقط مختص گارد شاهنشاهی بودن و از جمله وزارت دربار. موقع که من رفتم اونجا جوانم بودم، یه افسری بود اونجا که مسئول شبکه وزارت دربار بود، قرار داره امریکا دوره عالی ببینه، منو فرستادن پلوی اون که برم هم به اون کمک بکنم هم از اون یاد بگیرم، و در مدتی که اون نیست، یک سال طول میکشید، مثلا من این شبکه رو اداره بکنم. این شبکه یعنی منظور از شما عرض میکنم این بود که یه شبکه تشکیل میشد از تعدادی مخبر عامل که اینها انتخاب شده بودن، حالا اون یه بحث دیگه چگونه است و چگونه است، اینها موظف بودن که اخباری که در اونجا اتفاق میفته از کوچکترین کار، حتی اگرم سر در نمیارن، اینو به اون افسر عملیات بدن، اون افسر عملیات می آورد رو اینا کار میکرد، این به صورت اطلاعات در می آورد، ازش خبر بی آنالیز میکرد و میدادن مثلا به آخرش به فرمانده گارد. فرمانده گارد هم مستقیما با شاه در ارتباط بود، یعنی میرفت به اونجا دیگه. گاهی هم با وزیر دربار مسئله رو حل میکردن، مخصوصا که مثلا آقای علم وزیر دربار بود، نه عبیدا، عبیدا رو تحویل نمیگیره، و علم استخوندار بود و سالها مونده بود، مسئله رو با اون حل میکرد. این بود که خیلی مسائل پیش میومد. من اگه بخوام الان مثلا یه سری چیزها رو بگم شاید جنجالی باشه، ولی درست هم نیست. من بیام بگم مثلا فلان کارمند مثلا با فلان آقا رفیق بوده، چون میدونم، یا فلان کس سوء استفاده که خب همه جا هم بوده دیگه، حالا پیشم نیومده، لزومی هم نداره. اما همون زمان ها همیشه یه مسائلی در محافل خصوصی و غیره میگذشت، یعنی نبود که همه چی آروم باشه و اینها، مخصوصا محافلی که نزدیک به قدرت بودن گاهی برای تصفیه حساب های خودشون یا زیرپا زدن یک کسی مسائلی میگذشت. ببینید این مسئله که به شهبانو الان نسبت میدن یا اینا، این اصلا یه چیزیه که تازه نیست. اولا اینو از ابزار کار حزب توده بود و مخالفین اون زمان، یعنی اونها این خوراک رو آماده میکردن. اصلا این داستان، اجازه بدید من یه مسئله رو بگم شاید یه خورده روشن بشه، این داستان روس و روسیه و شوروی اون موقع. یه خانومی بود، این خانوم به نام لیلی امیر ارجمند، حالا برخی میگن این با همین امیر ارجمندی که سخنگو آقای موسوی نخست وزیر حسره آشنایی یا فامیلیش آدم باشه، ایشون یه آدم، یه زن خیلی آزادی بود، خیلی آزاد میخوام بگم، مثلا کسایی که تو اونجا نزدیک دیدن خانم مثلا لخت مادرزاد میشد میرفت استخ، مثلا سرباز گاردم اونور با تفنگ نگهبانی لخت مادرزاد میومد میخواد آفتاب. این خیلی دوست صمیمی شهبانو بود.
شعبانی و چند تا دوستم داشت. یکیش این بود که همین کانون فکری جوان و نوجوان، این خانم هم بوده در اونجا نقش داره. اولا شهبانو و پسر داییش همین آقای رضا قطبی، اینا در فرانسه درس خونده بودن و همین اردوگاه هایی که شما گفتید، همین مسائل فرهنگی رو اینا اصلا کپی کردن از فرانسه بردن اونجا. چون من الان دارم سالهاست اینجا زندگی میکنم، این چیزا اینجا بوده. خب اینا از اینجا الگو گرفتن، الگوهای خوبی هم بوده و بسیار هم خوب بوده. تشویق جوان ها به کتاب خوندن، اینجا ما کتاب خونه داریم برای جوان ها، اینجا بچه ها رو میبرن تابستون ها تفریح میبرن، همه جا میبرن، یعنی کسی فقیر هم باشه زمین نمیمونه اینجا. به هر حال این مسائل از اونجا آورده بودن. خب اینا هنگامی که شهبانو پاش به دربار باز شد و پس از اینی که ولیعهد رو زایید، خب یه مقدار قدرت گرفت. وقتی قدرت گرفت، یه تعداد آدمهایی رو که قدیمی بودن و بازمان، میتونم اینطوری بگم بازماندگان 28 مردادی بودن، با اینی که شهبانو پدرش نظامی بود ولی اصولا با این نظامیگری میونه خوبی نداشت، اینم باز از این فرهنگ غربی ها گرفته شده. احتمال بسیار زیاد در افکار شهبانو هم سوسیالیسم هم نقش مهمی داشته، مثل همه انسان ها. به نظر من اگر انسانی باشه که سوسیالیسم درش نقشی نداشته باشه، ما اون نمیتونیم انسان واقعی بدونیم. برای اینکه شما نگاه کنین، در همون امریکا آقای اوباما یه سوسیالیست بوده، ولی ما مثل یه مکین رو پیدا میکنیم، یا نمیدونم مثل اون جورج بوش و اینها. شما ببینید اینا خیلی هاشون بوی از انسانیت نبردن. مسلما شهبانو که تو مدرسه فرانسوی درس خونده، در اینجا درس خونده، در این محیط زندگی کرده، با این اصول آشنا بوده، ولی توده ای و نمیدونم ضد رژیم و یا به قول اینا کمونیست نبوده، چون اینا هم میگن توده ای. نه، سوسیالیسم در وجودش بوده، الان هم هست. سوسیالیسم شما هم در وجودت داری، اگر نداشته باشی اصلا اینی که الان هستی نیستی، میشه یکی کس دیگه. خب این افکار چپ بد نیست، چپ بد نیست. سوسیال دموکراسی، آقای دکتر بختیار سوسیالیست بود اینجا تو. خب این یه مسئله ای است که ما باید در نظر بگیریم. ما فقط سیاه و سفید رو شناختیم در ایران، چون اون زمان حکومت، اینم تفسیر به نظر من خود شاهه، و اینکه شاه همش گرایش داشت به تندروهای امریکا، جمهوری خواه در برابر شوروی و کمونیسم شوروی. این بود که مردم هم طرفدار این هم همش میرن و همون فکر کهنه 50 سال پیش 60 سال پیش رو دنبال میکنن. اصولا حالا شهبانو وقتی وارد شد، دست پای یه سری قطع کرد. من یادم یه سری از افسرانی که قدیمی بودن، مثلا تو همون گارد 28 مردادی بودن، اینا رو شاه کم کم، آقا اینا یه سری، نمیخوام بگم آدمای بدی بودن، کلشون به قرمه سبزی میداد، یعنی همه چی رو فکر میکردن که بایستی با نظامیگری و اینطوری حل بکنن. دیگه دوران داشت عوض میشد، کشور داشت پیشرفت میکرد، پیشرفتای اقتصادی و اجتماعی میکرد. خب لازمش هم این بود که هرچند که مثلا سال 57 پیش اومد، اگر اونهایی که در 28 مرداد مصدر کار بودن میموندن، خب میزدن و قتل عام میکردن و همه چی رو مثل بشار اسد میشوندن سر جاش، شو هم موفق میشد. ولی حالا باید ببینیم آیا اون ارزش داشت یا نه، یه مسئله دیگه است. اما شهبانو اصولا یک نقش تعادل کننده رو بازی میکرد و در تاریخ هم نشون داده شد. هر آدمی هم ممکن اشتباه کنه، یه چیز طبیعیه. به هر حال ایشون یا اطرافیانشون هم که یک گروهی بودن، یک شاید یه دولت کوچکی در دربار بودن، یه آدم های رو جمع کرده و بیشترشون هم تحصیل کرده و هنرمند و اینها بودن، اونا هم اشتباه کردن، شاید شناخت خوبی از مسائل مردم نداشتن، که نداشتن، اشتباه هم کردن. شاه هم که بیمار بود. اما اینی که شوروی ها همیشه در صدد توطئه بودن، این هم که ما میدونیم بوده، اما کم از شوروی ها، امریکایی ها هم توطئه نکردن، انگلیس ها هم توطئه نکردن، حتی این انقلاب رو هم به دست اونها به انجام رسید، یعنی با تصمیم نهایی اونها. اون موقع شوروی اصلا نقشی نداشت که مثلا
مأمور داشت، تاثیر میذاشت، اما اون نقش رو نداشت که به شاه بگه. کی گفت به شاه از ایران برو بیرون؟ خب امریکایی ها گفتن، اروپایی غربی ها گفتن، خب شوروی ها که نه، شوروی که نگفتن برو بیرون که. خب ما چند مورد شاهد داریم، تاریخی هست، آدم هایی هستن. خب اما یه مسئله که پیش اومده این است که خب یه گفتگوی شده که آقا شهبانو گفته این. اولا شهبانو اگه قرار باشه هم حرفی بزنه، شهبانو نمیاد تلفن بزنه، دو رئیس دفتر دارم، اون آقای آتابایی هست، آتابایی یا چهار تا دیگه ممکنه از طرف. اما این یه شیطنت ها رو ما در نظر بگیریم، اغلب اپوزیسیون مثل یه فرفره شدن. یه مسئله بود زیاد جالب نبود، میگفتن یه فرفره یه چیزی که یه چوبی تهش دور خودش داره میچرخه. ببین الان اپوزیسیون ما، آدمای بزرگمون و گنده و نمیدونم حراف و صحنه پرد، همه اینا واقعا مثل اون فرفره شدن، دور خودشون دارن میچرخن. با چی؟ خب یه تعداد هم کافی شیطنت بکنن، یکی بیاد بگه آقای ایکس گفته که شهبانو گفته اینطوری از این حرفا. البته بذار من یه نکته، ببین اصلا من ربطی نمیدم، من میخوام ببینم که شما به عنوان یک کارشناس اطلاعاتی که این کتاب و مطمئنم نگاه کردی، که مثلا میگه رضای قطبی رایانه، نمیدونم اسمش رایان بوده، اینا پایه داره؟ من همینجا الان اجازه بدین، من البته این کتاب رو نخوندم ولی بخشایش رو شنیدم. اینم به شما بگم، هنگامی که آقای فخرآور میخواست این کتاب رو بنویسه با یه تعدادی تماس گرفته بود و اطلاعاتی خواسته بود، از جمله با منم تماس گرفت، یعنی به واسطه خواهرش. و من پرسیدم میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام یه کتاب بنویسم در مورد این و این و اینا. گفتم ببین یه سری مسائل هست که روی اینترنت پره، این حرفا بیهوده است به نظر من، اگرم میخوای چیزی بنویسی برو دنبال یه مدارکی که درست باشه. و از منم خواست اگه کسی رو میشناسم که در اون سیستم و در دربار اینا، منم یکی از دوستا رو معرفی کردم که با اونم تماس کرد در این حد، ولی دیگه بیش از این من وارد ماجرا نشدم. ولی دیدم، ببینید این خانومی که من اسم بردم لیلی امیر ارجمن، این خانوم یه رابطه ای داشت با یک افسر وابسته نظامی سفارت بلغارستان در ایران. این ماجرا رو میخوام بگم پای شوروی ها چیه. این خانوم، اون بلغارستان اون زمان جزء اقمار شوروی بود دیگه. روس ها اگر شوروی ها نمیتونستن گاهی، چون تحت نظر بودن، مراقبت بودن، به هر حال جنگ سرد و گرم، جنگ سرد بود اون زمان بین شرق و غرب، خب از سفارت های دیگه استفاده میکنم، من اشاره کردم توی سیستم های اطلاعاتی. خب این جریان ساواک فهمیده بود، اداره اطلاعات ارتش بخش ضد جاسوسی در جریان بود. از این خانوم به عنوان، وقتی فهمیدن که اینه، تومه استفاده کردن. خب این خانوم نزدیک بود به شهبانو. خب اون افسر بلغاری هم که وابسته نظامی بود، این یه جنگ اطلاعاتی بین، به طور غیر مستقیم بین ادارات اطلاعاتی سازمان اطلاعاتی ایران و شوروی بود. خب این بعدها این مسئله پخش شد از گفته های ساواک و برخی توی اینترنت و فلان، لیلی امیر ارجمند نمیدونم اینه اینه، از جمله مثلا این جاسوس روسا بوده، پس بنابراین فرهی پهلوی هم جاسوس به واسطه این میشده جاسوس فلان. در صورتی که من شنیدم اظهارات آقای فخرآور که میگفت نه، در پایان اون مأمور آقای کوزنتسوف مثلا از این اسمایی که هستن روسا، گفته نه فرخ خودش مأمور نبوده. خب نبوده همه جا، مگر منشی ویلی برانت صدر اعظم آلمان 12 سال، در واقع شوهرش که منشی چیز بود آلمان شرقی، جاسوس روسا بود. ویلی برانت پس از اینی که این لو رفت استعفا داد صدر اعظم آلمان. خب خود تو نزدیکای آدم پیدا میشن، جاسوس پیدا میشه مگه نمیشه؟ اما اسم مثلا گفتن رضا قطبی رایانه، اصلا درست نیست. برای اینکه اصولا یه افسر اطلاعاتی وقتی میخواد اسمی، اسم رمز، معمولا نمیگن اسم اصلی یارو، بگن که اسم عملیاتی بهش میگن. ما پرونده ها وقتی که میذارن، حالا اونایی که توی کار اطلاعاتی واردن،
ما یه پرونده محصولی داریم، یه پرونده عملیاتی داریم، یه پرونده پرسونلی داریم. شما یه گزارش دست نوشته طرف می نویسه به شما میده، این دست نوشته است، من مثلا فکر کنیم به خط اینطوری خط قورباغه هم نوشته، خب این مشخص نمیشه که این کیه، نه اون افسری که اینو گرفته، نه اون عامل مخبری که اینو گرفته. اگه قرار باشه لو برن که خب شبکه رو رفته، مسلما یه اسم عملیاتی داره. اون اسم باز وقتی وارد پرونده مسئولی میشه تبدیل به یه کد و رمز یه چیز دیگه میشه. هیچ وقت برای رضا رایان نمیذارن. و اینکه تا اگر گفتن یه جاسوسی هست دورور شهبانوی یا تو درباره یا توی حکومته، کیه دورورش، هم اسمش هم رایانه، پس رایان رضا فوری آدم یادش میفته دیگه. خب یعنی این مثلا چرنده به نظر من، این نمیتونه واقعی باشه. معمولا یه اسم دیگه ای میذارن، گاهی مرد و اسم زن میذارن، گاهی زن و اسم مرد میذارن، میدونین، گاهی شماره میذارن. نه این نیست. مثلا این مثلا اگر اون آقای روس هم یا شوروی هم یه کتابی نوشته یا هم چیزی نوشته به نظر من درست نیست. در ضمن ببینید یه مسئله که عنوان شده در این بحثایی که داریم میشه این هست که تمام ماجرا مثلا روس ها پشت سرش بودن، شوروی ها. اصلا چنین نیست، اصلا به این صورت این نیست. البته این کتاب رو ای کاش همین تلویزیون ها، همین تلویزیون ها، همین رسانه ها که حالا خودشون هم سانسور هم کردن، بعضی هم نمی کنن، ای کاش اینو می آوردن، می شوندن، این کتاب رو می زاشتن، بخش بخش می خوندن، بعدم می رفتن یا آدمی، دوتا آدمی رو پیدا می کردن که در اون زمان بودن یا اطلاعاتی راجع به مسئله دارن و یا متخصص این کارن، می آوردن اونجا مقایسه می کردن. خب سره از ناسره تشخیص داده، خیلی ساده بود به نظر من تا این بازی ها. ببینید یه مدت این آقای صدر، من اصلا نمیخوامم ایراد بگیرم، ایشون هم مثل که گویا تو نیرو هوایی بود و یه چیزی برها، این آقای صدر مثلا یه بازی های را مال حالا دفعه اولش هم نیست، ایشون پاریس اومده بود، جایی رفته بود، من پشت پرداش خبر دارم چی کار کرده، کجا پول گرفته، کجا بردن پذیرایش کردن، کجا شارژش کردن. اصلا اصلا شاید حتی آقای فخرآور ندونه که اصلا کی صدر رو وادار کرده که بیاد این کارا رو بکنه. اما یه نکته انتقادی هم اینجا بگم، اگر شهبانو امروز داره مورد حمله یا اهانت قرار میگیره، اسمش میارن به نظر من که نادرست هم هست، باعث و بانیش همین آقای رضا پهلویه. اعمالی که این آقا، رفتاری که این آقا انجام داده، رفتار نادرست، بسی واقعا خانواده خودشو خار کرده، از جمله مادرش هم به زحمت انداخته. اینه من الان امشب دارم میگم و میدونم که این شخص کار ندانم کاری های این، کارهای کودکانه این باعث شده که به اون زنی که 78 سالشه، شما نمیدونید اون ناراحتی چشم داره، اون زن دو تا داغ دیده، بچه‌هاش از دست داده. هیچ وقت فرح پهلوی، فرح دیبا، شهبانو نمیخواست اون حکومت سرنگون بشه، برای اینکه اگر اون حکومت سرنگون نمیشد پسرش الان شاهنشاه بود، ایشون ملکه مادر بود، دارای احترام بود. این حرفا چیه که مثلا فرح پهلوی اومده رژیم رو زده به هم؟ فرح پهلوی به نظر من تنها امتیازی که در اون خاندان داشت این بود که زود مسئله رو فهمید. حتی همون آقای رضا قطبی و اینا آدمای زیرکی بودن، اینها با اوضاع احوال روز آشنا بودن و دست به اخبار خارج داشتن، فهمید که دیگه جای موندن نیست، این مردم بلند شدن، حالا هرچی هم که پشتش هست و اون بیماری هم که خود شاه داشت، اینها تشخیص دادن که موندن اینها با زور بدتر خواهد بود و تشخیص درستی هم دادن. اینجا رو من قبول میکنم. به هر حال بایستی ببینید کتاب خاطرات همون که به فارسی هم گویا ترجمه شد، کهن دیار یا همچین اسمی داره، خاطرات شهبانو، و سالها پیش اینجا اولین بار چاپ شد به زبان فرانسه، دارم خوندم و در اون
بسیاری مسائل گفته شده، اما بسیاری از مسائل پشت پرده و حساس شهبانو نگفته، شهبانو سکوت کرده. امیدوارم یه روزی سکوتش رو بشکنه یا لااقل یه چیزی بذاره تا پیش از اینی که دستش از این جهان کوتاه بشه پشت پرده چی بوده داستانهایی که اینها داشتن. سفیر آمریکا کارتر خب به هر حال همسر شاه بوده، شاه هم با این حرف میزده. این یه مسائلی هست که ایشون خوب خبر داره، خیلی، برای اینکه ایشون اون ماهای آخر در واقع شهبانو بود که سلطنت میکرد، نمیگم حکومت میکرد، حکومت تو خیابونا شده بود، شهبانو بود که سلطنت میکرد، در واقع این اداره میکرد، چون شاه دیگه اصلا عملا اون حالتاش از دست داد، بیماری شدت پیدا کرده بود. حتی من یه چیزایی شنیدم از اون نزدیکا که فالبین برده بودن پلو شاه، یه استوار نیرو هوایی بود که پیرمردی شد و بازنشسته شد و بعد رفته شد و درویش، میدین از اینا کفبین و فالبین، حتی اینه برده بودن پلو شاه، دو سه تا فالبین هم رفته بود دیدن شاه دیگه. اصلا اون روزای آخر که خیلی از ایران اومده بودن بیرون سران، شما نمیدونی که ملاقات شاه بیچاره توی کاخ تنها بود. باور کن اگر یه زمان یه وزیری یه نمیدونم رئیس جمهور خارجی میخواست شاه رو ببینه و 6 ماه تو نوبت وای میساد، باور میکنین به درجاتی رسیده بود که یکی از این افسرها اومد یه روز برگشت گفته بچه ها نمیخوان اعلیحضرت رو ببینیم، گفتن برای چی؟ ما که خب دیدیم و تو من. نه میگه میخوام ببینید اعلیحضرت تنهاست روزا تو کاخ، اگه کسی میخواد بلو اعلیحضرت، یعنی راحتی میخوام بگم برین دیدنش، برین 5 دقیقه 10 دقیقه با ایشون صحبت کن. تنها شده بود، همه رفته بودن، بستگان خودش که رفته بودن، یکی یکی هم همه جنرال ها و وزرا و درباری هم اجازه خواستن رفته بودن. آره من همه اینا رو میفهمم، ولی نکته وقتم کمه، فقط میخوام ببینم که شما دو سه بار گذرا رد شدی از روش، این که مثلا تمام اینها روسه بودن، خامنه ای روسا بردن، که اینا همه دروغه، یه دونش راست نیست. اون زمانی که این مدعیه که خامنه ای رفته، موسوی خوئینی ها اصلا اونا تبریز هم نرفتن چه برسه به روسیه، و روسا این کار کردن، خب تمام اسناد و شواهد نشون میده که بابا هایزر اومده تهران، ارتش ایران در اختیار آمریکا بوده، و اصلا اینا زودتر از این داستان در تابستان اومدن ابزار دقیقشون رو بردن از ایران تخلیه کردن که دست روسا نیفته. و این کتاب در مجموع من فکر نمی کنم به عنوان سند بشه بهش استناد. نه اصولا ببینید اینو من یه توضیح بدم، موسوی خوئینی ها به این دلیل گفته میشه روسا، برای اینکه این بستگانش از فرقه دموکرات بودن، به خاطر اینه، این اهل زنجون هم بود. اما اینی که ارتش تحت اختیار امریکایی‌ها بوده، من مقالاتی نوشتم، ترجمه گفتگوهای دو نفر فرانسوی، یکی رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه با شاه و کونت دو مارانش، و یکی هم فرستاده پونیاتوفسکی، فرستاده ژیسکار دستان با شاه، خاطرات ژیسکار دستان، اینا رو همه رو من ترجمه کردم، منتشر کردم، اینها نوشته شده هست. اصولا سفر محرمانه هایزر به ایران و ملاقات محرمانش در طول 3 روز در پشت اداره ستاد بزرگ ارتشداران در یکی از ساختمان‌های مخفی اداره اطلاعات ارتش که جنرال‌های ارتش رو می‌خواد هر کدومشون رو، من یکیش هم از قول شخصی که اونجا بوده، سرتیپ جواد معین‌زاده که اون زمان فرمانده ضد اطلاعات نیروی زمینی بود، ایشون اینا رو می‌برده پلوی این آقا، تعریف می‌کنه، من یکیشونه فقط برای شما میگم که اینو نوشتم. این است که تیمسارا عمرا میومدن میرفتن هر کدوم 2 دقیقه 3 دقیقه به تناسب اون وضعیتی که داشتن، و آقای هایزر در مجموع به اینا میگفته که آقا شاه رفته تموم شده و شما هم بایستی با این دولت جدید همکاری کنید، یعنی مثل ماجراش این بوده. و ایشون تعریف میکنه که میگه تیمسار منوچهر خسروداد فرمانده هوا نیروز سلشکر بود، خیلی هم چش و خروش داشت، و میدونید یه داستانش هم از جزء اعدامی های همون روزای اول.
ایشون میره اون تو دیگه، نه مترجم میخواسته برای اینکه خسرو داد دورهاش هم آمریکا و انگلیسی هم برن، میره اون تو و یه دو سه دقیقه، سه دقیقه بعد میاد بیرون. و وقتی میاد بیرون معینزاده گفته بوده که این من دیدم این عرق کرده و این آدم مثلا پریشونه. بهش گفتم که تیمسار حالتون خوبه؟ گفت داره یه جورایی تلو تلو میخوره. بهش گفتم تیمسار حالتون خوبه چطوری؟ گفت رفت، تموم شد، تموم شد، تموم شد. گفت یه دو سه تا تموم شد، تموم شد گفت و بعد در سرش انداخت پایین رفت. یعنی در واقع شوکه شده بود. و این آقا هم دیدی که با لباس شخصی بیچاره هم گرفتن و یه کلاهی هم گوش تو سرش گرفتن و بعدم همون جز چهار نفر اول بود، نصیری و اسپانیه که حالا یادم رفته، بله این آقا با ناجی و اسپانی بود دیگه، ناجی با تیمسار رحیمی و اعدامش کردن. یعنی ارتش آقا فردوست با اینا داشت کار میکرد. اینو افسری که با فردوست کار میکرد، یعنی نزدیک کسی بود که وقتی فردوست از زنش جدا شده بود، این نفقه زنش رو این افسر میبرد در خونه زن فردوست میداد، زن سابقش. این شخص به نام سید داوود خاتمی سرهنگ بود در اداره دوم. ایشون اومد یه دو سه سالی که مونده بود انقلاب بشه شد فرمانده ضد اطلاعات گارد شاهنشاهی، یعنی فرمانده خود من اونجوری بود. من ایشون رو نزدیک میشناسم، دو سه سال پیشم تو ایران مرد. این از افسرای مورد اعتماد فردوس بود. فردوس این افسراش رو کاشته بود، یه 20 نفر داشت جای مختلف، شغل حساسی بود دیگه. چون من یه بار یادمه که یه افسری به من زنگ زد از همکارام از لویزان، من سلطنت آباد بودم، گفتش که تیمسار دستور دادن از تعقیب متعصبین مذهبی خودداری کنیم. یه لیستی توی ادارات اطلاعاتی بود، کسانی که مشکوک به چپ بودن، مشکوک به مذهبی بودن، اینها کنترل می شدن، نه اینی که این به طور غیر محسوس مراقبت می شد به صورت زمانی. من گفتم که کتبا می نویسه نامش هم می فرسته؟ گفت نه نامه نمیده، میگه که تلفنی ابلاغ کنید به افسر عملیات. گفتم به تیمسار بگو من دادرس گفته من اجرا نمی کنم. گفت تیمسار دستور داده. گفتم من اجرا نمی کنم. بنویسه نامه بده، من که نمیتونم سر خود یه کاری رو که فردا ممکنه بیان، موقع شاه رفته بود بیرون از ایران، فردا بیان یقه منو بگیرن و از این چیزا. خب این کار منم میشناخت خیلی خوب، یعنی دو سه بارم من رفتم به عنوان جانشین وقتی که ایشون میرفت، مثلا به نوبت افسرا میرفتن میشستن تو دفتر این که اگه بیسیم میزدن خبری بود کاری اداره بکنیم وقتی ایشون نبود. من شخصا میشناخت، بچه برادرش فرستاده بود برای من خدمت میکرد، سرباز وظیفه ما بود و از بر توی خانواده مذهبی بود، اهل تهران هم بودن. خب مثلا یه عامل فردوس بود، این اصلا کسی بود که به گفته یکی دیگه از افسرا که الان در امریکاست که جانشین یا معاون این بود در من تعریف کرد، برگشت گفتش که ما روزی که انقلاب شد و فلان اینها، میگه این اومد با یه چیپ از این استیشن‌های 4 در 4 از این بلیزرها و یه آخوند و آخونده رو من دیدم چاق و عمام سفید یا حاج آقایی، میگه با این بود، میگه اومدیم رفتیم تو دفتر، میگه منی گرفته بودم. این اومد اینجا گفت برای چی اینجا نشستیم؟ میگه گفتم این پاسدارا چون کمیته چیا، میگه به اونا گفت اینو ولش کنیم این با منو، میگه گفت بیا. و گفت اون آخوند اومد بهش گفتش که داوود یه چند تا فشنگ به من بده، گویا اصل کمری از این نوغانا بهش داده بود مال گارد. بعد میگفته یه چند تا خشاب به من بده، گفت اینا دست کرد تو گاف صندوق چند تا خشاب داد. بعد میگه ما سه نفری سوار کردیم منو بردن در خونمو پیاده کردن، این تو کاخ میشست اول دیگه، میگه اون آخر یکی از خونهای کاخ تحت ساختمون بود این افسر میشستن. بعد میگه خودش رفت، خب این داشت با اونا کار میکرد، فردوس داشت ماها با اونا کار میکرد، سرتیپ فرازیان افسر اطلاعات نیرو دریایی با اینا کار میکرد، اینا خیلی داشتن کار میکردن. حالا توی این ماجرا خیلی مسائل است، فقط ما بچسبیم به اینه که آره روسا آوردن، روسا اصلا نقشی که روسا داشتن به نظر من هیچ. نقشی که این امریکایی‌ها داشتن و همین مستشارهای نظامی داشتن و کشورهای دیگه بسیار کاش اینا رو می آوردن با هم مقایسه می کردن، یعنی می زاشتن، وگرنه خب آدم یه چیزی رو میگه و یه تعدادم
اصلا دوست دارن این چیزها رو بشنون، آره، متوجه علی هستی؟ خصوص الان که به حال وضع مملکت اینجوری است، آشفته است، به هم ریخته است و آمریکا هم در حقیقت یه جای دیگه است. روسا میبینی همون تو صحبت اول نشون دادیم که آقا در سوریه چجوری حکمرانی میکنن، ایران کاملا در قلمرو روسیه است. و خب الان بر اساس میگه آره خب این راست میگه دیگه، این حرفای مزخرفات همه درسته. به حال آقا ممنونم، بیش از این وقتتو نگیرم، سپاسگزارم از همه مهر و محبتت، از اینکه پذیرفتید یه بار دیگه در خدمت بشین. از شما تشکر میکنم، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصتی دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم آقای دکتر. لطف کردی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. البته اینم بگم که من اینجا که گاهی یه بحثای اینطوری میکنیم، وارد بعضی مسائل میشیم خیلی خودمونی، من جای دیگه عادت ندارم این حرف رو بزنم. اونم رو دوستی که با شما دارم، یه مقدار گفتگوهای ما حالت خودمونی و یه جوری میشه، شاید هم جالب بشه، ولی من اصولا تو رادیو تلویزیون ها خیلی جدیتر وارد مسائل عمده میشیم و اینا، ولی اینجا دیگه یا حالت خونه خودمونیه. خودمون. خودمونی. ممنون آره. ازت. شب و روزت خوش، خدا نگهدار. همون عرض کردم به دوستان که به حال شما حکم برادر بزرگ ما رو داری و ازت ممنون و سپاسگزارم. متشکرم بازم. به دوستان شنیدید صحبت های آقای دادرس رو. امیدوارم این صحبت ها هم کمکی به ما بکنند و بدانیم که گره کار ما کجاست و گرفتاری در کجاست. از اینکه همدلی کردی، همراهی کردی، از شما ممنونم. از شمایی که ایمیل زدید تشکر کردید، از شما هم ممنونم. به حال این برنامه هم به قول شادی صابوجی نازنین که جایش خالی است در این روزها و برنامه زورق ادبیاتش میگه در حافظه تاریخی این برنامه ثبت شد و لینک برنامه در سایت میان تیوی در شبکه های اجتماعی قرار میگیره. شما هم مهر کنید در معرفی میهن تیوی کوشا باشید، تلویزیون رو به دوستانتون معرفی بکنید، علی خصوص کانال تلگرام ما که در ایران بیش از هر چیز دیگری قابلیت دسترسی دارد، اون رو به دوستان معرفی کنید. آدرس ما تو تمام این شبکه ها میهن تیوی عدد 1. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما باشن. به فیسبوک ما بیاید یه لایکی بزنید، عضو صفحه بشید، لینک ها برای شما ارسال میشه، شما اونا رو تو صفحه خودت شیر کن که دوستانت ببینن. برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط هم دعوت میکنم به مردمریپورت.net مراجعه کنید. از کاوه نازنین سپاسگزارم که مهر میکنه و بعضن لینک های برنامه ما را هم در سایت خوب و پر مخاطب خودش مردمریپورت.net قرار میده. مهمترین مسئله برای همه رسانه ها و علی خصوص من که اینجا بی کسم، تنها، وضعیت مالی است. اگر می توانی در این زمینه کوشاتر باشید، اجازه بدید که نام زیبای شما که زیبنده زیرنویس برنامه هاست بتونه به عنوان گوشه در این تاریخ پرهیاهوی ما ثبت کردن. بنابراین کمک مالی بکنید و اجازه بدید که این راه همچنان ادامه پیدا کنه. بازم ازت ممنونم و آخر هفته پر از شادی و سلامتی برات آرزو میکنم. اجازه بدید که بریم بخشای دیگر رو با هم دنبال کنیم. همراه ما باشید لطفا. ممنونم از شما.